با سلام و عرض ادب خدمت همه همکاران، دوستان و کسانی که امروز زحمت کشیدن و در جلسه ویژه کمیته اقوام و ملل ایران حضور پیدا کردند. امروز 13 جولای هست و مصادف با 23 تیر ماه 1401 شمسی. ما در امروز یک جلسه ویژه برگزار کردیم فقط و فقط به خاطر اعدام های کثیری که در ایران متاسفانه داره انجام میشه و در خرداد ماه سال 1401 که حدود تقریبا 20 روز پیش هست، ایران اسلامی حق حیات رو که اولین حقی هست که انسان در زمان تولدش به اون تعلق میگیره و یک حق اصلی و حیاتی هست رو دولت جمهوری اسلامی ایران داره تک تک این عزیزان رو، این حق رو ازشون میگیره. ما امروز در خدمت جناب آقای شفایی هستیم، پژوهشگر و فعال حقوق بشر که در رابطه با این موضوع مهم صحبت‌هایی رو دارند که ما در خدمتشون هستیم و کلیه صحبت‌های ایشون رو میشنویم. ممنونم جناب آقای شفایی که زحمت کشیدید و امروز قبول زحمت کردید و در جلسه ما حضور پیدا کردید، لطف کردید. من مایک رو میبندم و جلسه رو به دست شما میسپارم. مرسی. من سلام عرض میکنم خدمت دوستان و در ابتدا باید با تأسف صحبتم رو شروع کنم. اصلا دلیل این حضور رو به خاطر تعداد اعدام های استثنایی، یعنی در طول یک ماه بالای 100 و عرض کنم که 50 اعدام اتفاق افتاده و این خیلی دردناکه. من یه آمار کلی بهتون بدم، صدور حکم اعدام 9 نفر بوده در یک ماه گذشته. صحبت مال خرداد ماست فقط دوستان. حکم اعدام 101 نفر که 4 تا زن بوده و 97 مرد. حالا به تفکیک که بابت قصاص 54 تا بوده، بابت مواد مخدر 38 تا، برای تجاوز 6 تا، محاربه 3 تا. و غیر از اینا یک عطه خب قطع عضو داشتیم در زندان، افراد به دلیل حالا مریضی یا هر اتفاق دیگه کشته شدن یا فوت کردن یا حتی خودکشی کردن. این اتفاق هم در کل در ماه خرداد اتفاق افتاده که دوستان ما، همکارای ما در کمیته دفاع از حقوق اقوام ملل ایرانی زحمت کشیدن و این آمار رو جمع‌آوری کردن. اما یه اتفاق دیگه افتاده که یه مقداری نگرانی ماها رو میتونه کمتر کنه برای آینده بهتر، امیدوار بکنه که اصلا شاید اصلا ذهنیت ها طوری بشه که اصلا اعدام حذف بشه از اندیشه ما ملت. اون اتفاق این بود که در ماه گذشته 42 کسی که محکوم به اعدام بودن بخشیده شدن از طرف کسانی که میخواستن قصاص بکنن، چون به حال قتلای اعدامایی که در جمهوری اسلامی میفته اکثرا بحث قصاص هست و این قصاص در واقع اجازه رو میده به خانواده ها که از اعدام جلوگیری بکنن. برای همین اگر ما 42 نفر که از اعدام رهایی یافتن و 54 اعدامی که اتفاق افتاده، میبینیم 96 اعدام فقط به خاطر قتل ما داشتیم. این نشانه یک امر خطیره، نشانه یک موضوع خطرناکه. حالا میگم اون بخشش که بخشش اومده و کمک میکنه، میگه ذهنیت رو نشون بده که قراره یک مقداری تحولی در اندیشه ها ایجاد کنه، ولی میبینیم که خشونت چه میکنه توی مملکت. یعنی اون خشونت در واقع به دلیل ناجور بودن قوانین، ناهمگون بودن قوانین و مشکلات فرهنگی باعث میشه که خشونت روز به روز بیشتر بشه در جامعه ما. و من در واقع خیلی نگران هستم از یه بابت که چرا اصلا در قوانین ما اعدام از بین نمیره. اون همیشه انتقام خواهی، همیشه این ذهنیت در واقع، چون قوانین هم وجود داره،
این حس انتقام و حس انتقام گرفتن و آروم به آرامش رسیدن بعد از انتقام و در واقع قوانین نمیتونن تأثیر بذارن، چون وقتی حکم اعدام بذاری یعنی اوج خشونت. به همین دلیل امیدوارم روزی برسه که اعدام مثل 146 کشوری که دیگه الان خیلی از کشورها اعدام ندارن حذف بشه و بشه در واقع به جای اعدام زندان‌های طولانی مدت، حالا مثل حالا چه می‌دونم ابد، نمی‌دونم 20 سال 15 سال، حالا بسته به اون نوع اندیشه‌ای که در جامعه وجود داره، کمک بکنه که با قتل به اصطلاح به قتل دولتی در واقع دنبالش نره دولت، مردم نره. من اینجوری میتونم بگم که ما به عنوان یک انسان یک سری حقوق داریم که یه بخشش حقوق ذاتی ماست، که حقوق ذاتی یکی از اصول اولیش همین نفس کشیدن ماست. یعنی وقتی من انسان به دنیا میام، اولین هر اتفاقی که برای من به عنوان حقوق ذاتی من پیش میاد نفس کشیدنه. با نفس کشیدن میبینم، میشنوم، حرکت میکنم، رشد میکنم و در واقع صاحب سایر به اصطلاح حقوق ذاتی میشم. و متاسفانه دولت ها اجازه نمیدن که من از این حقوق ذاتی بهره برداری کنم و به نتایج خوبی به زندگیم برسم. دولت‌ها، قدرتمندان، صاحبان قدرت و صاحبان زور عملاً جلوی کامل شدن این حقوق ذاتی رو می‌گیرن. و البته ما می‌دونیم که وقتی یک حقوق ذاتی ما داریم، جامعه وظیفه داره این حقوق ذاتی ما رو کامل بکنه، تکمیل بکنه. یعنی اگر من نفس می‌کشم، باید در آرامش نفس بکشم. اگر میبینم باید به درستی حقایق رو ببینم. اگه میشنوم باید حقایق رو بشنوم. یا اگر دارم رشد میکنم باید سلامت رشد کنم. اگه قرار آموزش ببینم باید درست آموزش ببینم. این اتفاقات رو در واقع اون جامعه است که به ما میده و ما وظیفه جامعه است که بایستی هر طوری شده کاری بکنه که ما بتونیم در واقع اون رشد رو در جامعه ایجاد بکنیم با توجه به این انگیزه. اما پایه همه اینا رو راحت میتونیم بگیم که پایه همه اینا اون حق نفس کشیدنه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 3 عنوان کرده حق امنیت و امنیت زندگی است. من اینا رو مطرح کردم، البته شاید اضافی بود، ولی واقعا این حق رو ما باید داشته باشیم، بدونیم که چه حقوق ذاتی داریم و چه حقوق شهروندی داریم که بعد بر این اساس اجازه ندیم این حقوق رو از ما بگیرن یا سلبش کنن. اما بریم در مورد خود اعدام. خود اعدام به معنی در واقع نابود کردن، نیست کردن، از بین بردن، و این در واقع به عنوان یک اصل هستش و ما انسان‌ها سزاوار زندگی سالم و در آرامش هستیم. یعنی سزاوار اون هستیم، به این دلیل در جهان هستیم که باید در آرامش، در خوبی، در رفاه زندگی کنیم. و من اعتقادم اینه که ما بایستی یک شعاری داشته باشیم مثل اینکه زندگی را اعدام نکنیم. یعنی این کلمه زندگی را اعدام نکنیم یعنی در واقع حق نفس کشیدن باید باشه. و من باورم اینه که این اعدام ها که با قوانینی که دولت ها میذارن در واقع عملا یه نوع قتل و قتل های دولتیه. یعنی اگر یه روزی هم لازم باشه بایستی خود دولت ها رو زیر سوال برد و در واقع بازخواستشون کرد به دلیل این صدور احکام. خب حالا در واقع خب برای خود این اعدام هم خب یه سری به قول معروف فلسفه یا یه سری اندیشه پشتشه. معتقدن که با اعدام جلوی در واقع حوادث رو میگیرن، یعنی خشونت رو کم میکنن، یا مثلا با این کار میتونن جامعه رو اصلاح کنن، یا با این کار
باعث میشه که مردم وحشت داشته باشن، کار خیلی خلاف نکنن. اما در عمل و در اجرا ما میبینیم، در عمل و اجرا میبینیم که همچین اتفاقی نمیفته. کما اینکه ما سال به سال تعداد اعدامی ها، سال به سال تعداد قتل ها، سال به سال انواع این موارد بیشتر هم میشه. و فقط نمونه سادهش و بارزش همین ماه گذشته خود ماست، در خرداد ما میبینیم که چه اتفاقی افتاده. یعنی یه چیزی نزدیک 101 اعدام علاوه بر بقیه قصه ها، یا 9 تا حکم اعدام صادر شده. یعنی اینا یه مجموعه است، یا 42 تا اعدامی بخشیده شدن. یعنی ببینید آمار آمار کمی نیست. یعنی شما اگر حساب کنید ما خرداد 31 روزه، 31 روز خرداد 4 تا پنجشنبه جمعه، یعنی 8 روز رو کم کنید، یعنی در 23 روز شما نگاه کنید روزانه چند اعدام داریم ما. یعنی به راحتی روزی 4 اعدام حداقل داشتیم. و اگرم بایستی اون بخشیده ها رو اگر حساب بکنیم، عملا ما می‌بینیم در روز 6 اعدام داریم ما. و اگر زمان کاری رو بیایم بگیم 8 ساعت در روز، اینا رو هم تقسیم بکنیم به ساعت، ببینید هر چند ساعت چه اعدامی داره، چه اتفاق ویژه‌ای تو جامعه ما داره میفته. ما فقط میگیم که 160 اعدام، 150 اعدام. خب 150 انسان از بین رفته. حالا این 150 اعدام یک سری حواشی داره در کنارش. کسی که حکم صادر میکنه، کسی که دستگیر میکنه، کسی که زندان میکنه، کسی که پای اعدام میبره، او کلی از اینا هست که اینا همش اثرگذاره برای خشونت و بعدش بازمانده های اون اعدام هستن. اینه که این اصلاح نمیشه و اصلا جامعه رو نمیتونه اصلاح بکنه. من خودم شخصا معتقدم که ما باید تلاش بکنیم در رابطه با اینکه اعدام وجود نداشته باشه. حالا برای اصلاح میشه قوانین کامل تری کرد، میشه قواعد رو بهتر کرد. من نمیخوام دخالت کنم در کل قوانین و کل این تجربه، ولی اون چیزی که به ذهن من میرسه و من فکر میکنم که این اعدام، حکم اعدام یا قتل نفس، هر اسمی که دلتون میخواد بذاری، دو تا دیدگاه میتونیم داشته باشیم. یه دیدگاه مذهبیه، یه دیدگاه عرض کنم که اجتماعیه. از نظر دیدگاه مذهبی اگه نگاه بکنیم، میبینیم که اصلا خب که یکی از دلایل اعدام ها بحث قصاص در جامعه ما، در جوامع دیگه هم در واقع در بخش یهودیت و اینا و در مسیحیت هم وجود داره که میان مطرح میکنن، یا بعضی از ادیان دیگر، که اگر یکی بکشه باید کشتش. و این اندیشه بعدش هم وصلش میکنن به فرامین کتاب مقدسشون. و این عملا نیست. من معتقدم که اصلا همچین اتفاق نیفتاده. اگر یک فرد مذهبی این فکر رو میکنه، باید بره کتاب مقدس رو بخونه و ببینه که در ابتدا وقتی قابیل هابیل رو میکشه قصاص نمیشه دیگه، اونجا حاکم خداوند هستش. یعنی کسی غیر از خداوند حاکم بر عمل کرده اینا نیست. ولی هیچ اعدامی یا هیچ قصاصی، هیچ سنگساری، هیچ اتفاقی برای آقای قابیل نمیفته و قابیل هم به زندگیش ادامه میده. حالا تکفیر میشه، نمیدونم چی میشه، اینا اصلا من روش دخالت نمیکنم که حالا فرزند دیگرشون اومدم علمم چی اومد، اینا اصلا اینا مهم نیست. مهم اینه که اگر قرار بود قصاصی وجود داشته باشه، پس در قوانین مقدس هم باید وجود میداشت. یعنی باید ما میشنیدیم، میخوندیم، آشنا میشدیم به این قضیه. اما از نگاه اجتماعی اگه نگاه بکنیم، ما در جامعه وقتی به اعلام جنوب بشر میگه که هر فردی سزاوار و محق به زندگی است. یعنی من از به اصطلاح یک زن و مرد متولد شدم، این حق طبیعی منه که من به زندگیم ادامه بدم.
از نظر اجتماعی هم این حق منه، من بایستی به نفس کشیدنم در بهترین شرایط ادامه بدم. همه ماها، اصلا کاری هم به دین نداره، ولی حتی اگه از نظر اجتماعی هم نگاه بکنیم ما به اینجا میرسیم. و دلایلی هم که میتونم براتون بگم چند تا مورده. یکی این که اگر بحث اعدام برای منی که دارم قانون گذاری میخوام بکنم پیش بیاد، اول این که اعدام یعنی مجازات اعدام یک مجازات غیر قابل برگشته. شما یک کسی رو محکوم به ابد میکنید، تازه 3 تا ابد، 2 تا ابد، نمیدونم همه اینا، ولی بعد از چند سال متوجه میشید که قاضی در حکمش اشتباه کرده، میتونن اون طرف آزاد کنن، عذرخواهی بکنن، عرض کنم که جبرانش بکنن. موارد زیادی داریم مثل این. مثلا در یه شخص به نام کاری چسمان سال 60 محکوم به اعدام شد و کتاب نوشت و کلی اعلام کرد که من این قتل رو انجام ندادم، بعد صندلی الکتریکی بستن، کشتن این طرف رو 1967. بعد معلوم شد که مثلا قاتل کسی دیگری بوده، ولی چه کاری میشه کرد. یا حتی در 12 سال قبل یک فردی به یک به خانومی حمله میکنه تو خونهش، بهش تجاوز میکنه، سرقت میکنه و اون خونه خارج میشه. این خانوم در زمانی که بهش تجاوز میشه فقط تلاش کرده که تصویر اینو تو ذهنش نگه داره و بعد میره شکایت میکنه، اون طرف رو میگیرن، اونم میگه نه من نکردم، ولی نمیتونه اثبات کنه که در اون شب کجا بوده. یه فرد سیاه‌پوستی بوده، مرده میفته زندان، بعد از حکم زندان میدن براش 20 سال نه چقدر، بعد از 7 سال معلوم میشه که یک کسی که به این زن تجاوز کرده عین این مرد، شبیه این مرد بوده، دستگیر میشه به یه جرم دیگری و بعد متوجه میشن و میان که حالا بعدش این زن و مرد هر دو با هم یه کتابی نوشتن. و عرض کنم که در واقع این قضیه مثلا خیلی مسئله مهمیه، یعنی این در واقع مثال این دو تا ستاره که مثلا ما هم میشنمیم، ولی صدها مورد مثل اینه که اصلا متوجه نمیشیم. یعنی توی محلی یه کسی رو اعدام میکنن، میکشن، بعد از 2 سال 1 سال معلوم شه قاتل کسی دیگه است، ولی طرف مرده و رفته، اصلا دیگه نمیشه بره. پس یه موردش اینه که مجازات غیر قابل برگشته. حالا در جمهوری اسلامی میگن اگه خب اینم اینجوری شد خب میره بهشت. بابا زندگیشو بکنه، کاری به بهش ما نداریم، بذار اینجا زندگیشو بکنه. شما جرمی کرده شبیه اون جرمی که کرده، به قول معروف یه فیلمی هم از ابد و یک روز، یه ابد و یک روز بهش بدین که بره دیگه بمونه، ولی در واقع نباید کشت، چون بالاخره یه جایی معلوم میشه که اگر اشتباه بوده پیدا میشه. مطلب دوم که خیلی مهمتره، این کشتار یا این اعدام باعث میشه که این چرخه خشونت روز به روز حرکتش بیشتر بشه. یعنی این خشونت میاره، یعنی امکان نداره شما با خشونت بتونید خشونت رو از بین ببرید، اصلا امکان نداره. مثل این مونه که بگی با جنگ، با حمله کردن میتونیم طرف رو سرکوب کنیم، ولی وقتی حمله کردی سرکوبم کردی، بالاخره اونم به تو عکس العمل خواهد داشت. یعنی این ادامه دار خواهد بود، محاله بتونید شما با هر قدرتی هم داشته باشید جلوی این اتفاقات رو بگیرید. حالا این ترویج خشونت، ما الان تو خود کشور خودمون چند تا مثال داریم. مثلا یکی از چند سال پیش که اعدامای خیابونی زیاد میکردن، یه بازی درست شده مثلا اعدام بازی، بچه های 7-8 از 10-12 ساله با هم اعدام بازی میکردن که 6-7 مورد بچه ها خودشون در بازی حلق‌آویز کردن و مردن. یعنی یکی از این، یعنی این خودش آموزش در واقع به این قضیه است. یا همین که میبینیم تماشای اعدام ها، دیدیم که اعدام رو انجام دادن، بعد مردم هم آوردن، بچه و کوچیک و بزرگ آوردن جمع کردن که بیاین این بابا اون مورد داره پرپر میشه، شما بیاین نگاه کنید. یعنی دیگه اون قبحش میگن، اون بدی مردن دیدن رو از بین میره، یعنی اصلا براش مهم نیست، حالا یکی داره میمیره خب مرد که مرد. من
یه مثال میزنم از خودم. قبل از انقلاب ما یک کیهان اطلاعات کسی نمیخوندیم، حالا نهایت خرچ حوادثش یا ورزشش رو میخوندیم. توی حوادث مثلا میخوندیم یه ماشین تصادف کرد مثلا توش دو نفر مردن، اصلا ناراحت میشدیم آخه دو نفر مردن، حالا مثلا بچه‌ش چی میشه، مادرش چی میشه، بعد اون چی میشه. بعد یا میشیدیم که مثلا توی دعوای نفری که کشت میگیم ای وای حالا چی میشه، یعنی همش احساساتی میشدیم راجع به اینا. اما الان اصلا میگن یه ماشین خورد به یه ماشین دیگه 18 نفر مردن، اصلا انگار نه انگار که احساسی بشیم. آقا کشتن، اعدام، الان بریم میگیم آقا 160 خوری اعدام، ولی راحت داریم حرف میزنیم راجع بهش بدون که احساساتی بشیم، بدون که اصلا منقلب بشیم. این خودش باعث میشه که جامعه یواش یواش بی‌تفاوت میشه. وقتی این اعدام‌ها رو میبینه اینا بی‌تفاوت میشه، عکس العملش کمتر میشه و عادی میشه. مثال ساده، آقای خاوری 3000 میلیارد دزدید رفت، یه شروع شد صحبت کردن، آقا دستور داد که آقا حرفشو نزنین، هیچ کس حرف نزد. الان دیگه مده، الان شما روزانه نه هفتگی یه بار میشنوید فلانی اینقدر هزار به اصطلاح میلیارد برده، اون یکی اینقدر هزار اینقدر میلیارد دلار برده، اون یکی نمیدونم این کارو که دیگه برای ما عادی شده، یعنی اصلا این خیالمون نیست، انگار که مثلا طرف 1000 تومن برده 2000 تومن برده، مثلا ککمون نمیگزه، نمیدونیم که این 1000 میلیارد یعنی چی. اصلا اینه که این بحثا وجود داره. و همینطور اگه نگاه بکنیم به همین بحث خشونت نگاه بکنیم، ببینیم اصلا خشونت ها اومده جوانتر شده، همونطور که اعتیاد، چون میکشن ولی باز اعتیاده هست و داره رو به پایین میاد، یعنی سن اعتیاد میاد پایین، سن قتل میاد پایین. و متاسفانه این به دلیل اینه که جامعه براش یه اون بیتفاوتی ایجاد شده، اینقدر اعدام دیده، اینقدر مرگ شنیده، اینقدر کشتن دیده، یا همین شعارهایی که میدن مرگ بر این مرگ بر اون، اینا خودش همش باعث میشه که ذهن ما باور کنه که هیچ اشکالی نداره یه عده‌ای بمیرن، یعنی اصلا اهمیتی نداره اینقدر آدم بمیرن. این بحث مجازات اعدام که در واقع باعث میشه خشونت، در واقع اون خشونتی که در واقع در جامعه اتفاق میفته بیشتر بشه، و این خودش یه خطره و ما این خطر الان داریم در جامعه. شما مدام دارید میبینید مردم همه قمه دارن، طرف با جسه با نمیدونم کلاشینکوف حمله میکنن، هم دیگر رو میزنن. اصلا یه فیلم هستش مال 2 سال پیشه که توی خیابون 2 تا 3 تا ماشین باهم میزنن، با هم تیراندازی میکنن، انگار مثلا چه میگن تگزاس دوره اهل بوق، مثلا دارن با هم تیر میزنن و میرن و میان و میدونن و میپرن تو ماشین، این فیلم های مافیایی. خب این در واقع نشون میده که وجود داره خشونت، یا طرف با قمه شمشیر میاد وای میسه میزنه، اصلا این خیالش نیست که میکشه طرف و یا نمیمیره یا میمیره. اینا همش مال همین دیدن اعدام هاست. باور کنید همین دیدن اعدام ها، همین شنیدن اعدام ها ماها رو وادار میکنه که عادی بشه برامون. من مثال دزدی رو هم زدم که دیگه، چون ما اون بحثی رو که داریم راجع به که حقمون رو فراموش نکنیم، یکی از موضوعاتی که داریم تلاش میکنیم دوستان حقشون رو بدونن چیه و فراموش نکنن. این حق ماست که بدونیم اعدام باعث بالا رفتن خشونته و اصلا پایه اصلی خشونته. هر چقدر این اعدام کمتر بشه، بحثش کمتر بشه، تعداد مرده ها کمتر بشن، ما ها میتونیم موفق تر باشیم. حالا قسمت سوم این که چرا اعدام نباید داشته باشیم و نباید باشه، کسی که اعدام میشه بابت قصاص اون طرف حقش گیرش نمیاد. یعنی یه آدمی پسرشو کشتن یا زنشو کشتن یا شوهرشو کشتن، طرف رضایت نمیده میره اعدام میکنه. خب تو نه شوهرت گیر اومده، نه بچت گیرت اومده، نه چیزی عایدت شده، میدونی، جز یه خشونت که عادت کردی به اون خشونته و کیف کردی از بابت اینکه جون یه نفر دیگه رو گرفتی.
اینه که حقی هم دیده نمیشه، ولی اگر که بیاد مثلا یه فرصتی بدن بعد بگن آقا تو بیا برو مثلا زندان کار بکن، حقوق مثلا بچه رو بده، حقوق این رو بده، یه دوزار گیریم بچه ها بیان، یه خانواده رو به یه جوری تامین بکنن، خب اینا اون مواردیه که نیچه گفت که خب اگر طرف زنده باشه مجبور جوابگوی اون حقوق اون خانواده باشه. خب پس ما در واقع متوجه شدیم که با این سه موضوع اعدام اصلا ارزشی نداره و اصلا باعث ابین رفتن شخصیت‌های ما انسان‌ها خواهد شد. حالا این همه طرف، یه طرف ما چون جمهوری اسلامی با اندیشه‌هاشون مدل‌های مختلف دارن، یه مدلی آوردن به اسم قسامه که اصلا من اصلا نمیفهمم، میگن اگر قاضی نتونست مدرکی پیدا کنه، اون آدم هم اعتراف نکرد گفت آقا من بیگناهم، طرف حاضر نیستن آزادش کنن، میگن 50 نفر بیان قسم بخورن که این آدم قاتله ما اعدامش میکنیم. همین فکر کنم 6-7 ماه پیش این اتفاق افتاد. خب یعنی چی؟ حالا 50 نفر هم نه، همه 50 تا بیان، 50 تا میتونن به 5 نفر یکی 10 نفر وکالت بدن. اصلا نمیفهمم من، شما برای کشتن یه نفر یه در بسیج میکنید که آقا بگیم بگیم بکشن، آقا یه زندان بهش بدیم بره بمونه تا معلوم بشه آقا خلاف کرده یا نکرده دیگه، 5 سال 10 سال 15 سال بذاری زندان بمونه و بعدش شاید متوجه بشین که اصلا قاتل کسی دیگه بوده و اینایی که اومدن قسم خوردن شاید خود قاتلا توشون بوده. میگم متاسفانه نگاه قانون، یعنی قوانینی که ما داریم، قوانین بیمنطقی توشه، این که دیگه اصلا آخرین مدلش هست و من دیگه نمیخوام بحث کنم که چگونه اعدام میکنن، چه اعدامایی هست، نمیدونم آویزون کردن، تیراندازی کردن، نمیدونم نفع از کوه انداختن، اینا دیگه اصلا آدم اذیت میشه دیگه. حالا قوانین داریم ما که مثلا ماده 190 برای کسانی که محاربه دارن، حالا قتل به دار آویختن، بعد بیان دست راستشو بزنن پای چپشو بزنن، یا اینکه مثلا چون میگم حالا نفی بلدش، حالا من دیگه نفهم تبعیدش کنم به سن یه جای دیگه، یا مثلا ماده 195 میتونن به صلیب بکشن، اینا اصلا من نمیفهمم. یعنی فقط خشونت رو داریم نشون میدیم، یعنی اصلا چیزی جز کرامت و حرمت انسانی وجود نداره، یعنی فقط بکشیم بزنیم بخوریم جر بدیم پاره کنیم، همش همین هاست. از محبت، دوستی، سلام علیک، رفاقت، اون چیزی که همه انسان ها دم از اون میزنن ولی در اجرا نمیبینیم، در اجرا نمیبینیم. امیدوارم یه روزی ما بتونیم تغییر قوانین رو در کشورمون ببینیم که تبدیل بشیم به انسانهایی که خواهان انتقام نیستیم، تبدیل بشیم به انسانهایی که خواهان دوستی و محبت هستیم و این میتونه شاید یک تغییری در نوع انسانیت بشه، نه انسانیت ما ایرانی ها، انسانیت جامعه جهانی، چون همین بساط وجود داره. یعنی همین جنگی که الان را انداختن به شکلهای مختلف در کشورهای مختلف، حالا در از شرقی ترین نقطه بگی تا غربی ترین نقطه، همش مون این حوادثه، میکشن، جر میدن، چه میدونم اعدام میکنن. حالا یه سری قوانین اومده برای به اصطلاح در واقع تلاش های جامعه جهانی داره میکنه برای اینکه اصلا یه جوری اصلا اعدام از بین بره، که الان تقریبا 17-18 ساله یک تلاشی شده برای با یه گروه انجوی هست به اسم قابیل را اعدام نکنید، اینا یک مجموعه ایتالیایی هستن که بعد با از کشورهای دو هم جمع شدن و یک مجموعه بزرگی شده که تلاش میکنن برای اینکه اعدام رو کنار بزنن و دیگه اعدام وجود نداشته باشه. و خب یه فراخوان استراسبورگ هستش که دوستانمون زحمت کشیدن در رابطه با لغو حکم اعدام هست،
حتی کلیپش هم تهیه کردن اخیراً، دوستان گذاشتن توی اینترنت و عرض کنم که عملاً یه چیزی نزدیک به 142 کشور به اشکال مختلف اعدام رو حذف کردن. خیلی از کشورها اصلا در قوانینشون اعدام رو گذاشتن کنار. برای اطلاعاتون دوستان که ما میدونیم یکی از قوانینی که در ایران به عنوان اعدام یا قتل وجود داره سنگسار هست. در ایران تا سال 2003 ما سالیانه بین 50 تا 80 سنگسار داشتیم که بعد از تلاش که جامعه جهانی کردن و اعتراضایی که انجام شد قوانین رو حذف نکردن، ولی دیگه صدور حکم سنگسار نیست و اگرم صدور کنن بالا میدازن، ولی هنوز صداش میاد. مثلا در زندان مشهد در فلانجا مثلا یه نفر سنگسار شد، در مثلا زندان مثلا کرمانشاه یک نفر سنگسار. اینا رو من کوتاه میشنوم، یعنی از این مجموعه تبدیل شده به سالی یک یا هر دو سالی یک سنگسار. حالا امیدواریم که اصلا این قوانین از بین بره و این بازنگری این قوانین به نظر من خیلی سخته، به خاطر اینکه خودشونو وصل کردن به یک دین و اون دین هم این موارد رو داره و اینا هر موردی که دارن از دین بهره میگیرن. دو تا آیه نمیارن، چون قبلا با آیه باید میابردن، الان دو تا داستان میگن از یه آقایی که مثلا 1300 سال پیش اینو گفته، میگن آره این اینو دیده اینو گفته، حالا بر اساس اون روایت بهش میگن، بر اساس روایت این صدماتو به مردم میزنن. و الان از این 140 کشور در واقع خب به هر حال میتونه اثرگذار باشه، به همین دلیل میبینیم که الان بیش از 7-8 کشور بیشتر در اعدام نیستن، که چین، خود ایران، عراق، عربستان است، آمریکا است. اینا کشورهایی هستند که در واقع اعدام توشون انجام میشه، ولی به نسبت، حتی چین که آمار نداره، ولی به نسبت جمعیت هم نگاه بکنیم اعدام در ایران زیاد هستش. ما در 6 ماه گذشته یه آماری در اومده بود 250 خورده ای، البته ما در پایان خرداد این آمار رو در آوردیم، اون آمار مربوط به اوائل ماه خرداد هستش و واقعا این عددی که الان ما همکارامون زحمت کشیدن در آوردن و با دقت هم در آوردن واقعا خطرناکه. یعنی شما اگر نگاه کنید 160 عدد 160 آمار اعدام داریم که این 160 حالا 42 تا بخشیده شده، عرض کنم که 9 تا منتظر اعدامن و 5 تا 14 تا 140 اعدام در واقع وجود داشته تو این کشور و این برای یک ماه. فقط یه بار دوستان بشینن خودشون بگن روزی 8 ساعت، چون ما این کار قدیما میکردیم دیگه، میگفتیم آقا مثلا اینقدر اتفاق افتاده، نقض حقوق بشر شده و این در طول مثلا یک ماه که مثلا 8 روزش یا مثلا 25 روز یا 23 روز 22 روز حساب بکنیم با 8 ساعت، ببینیم در هر چند ساعت چند نفر اعدام میشه کرد. حالا من الان قدیما ضربم خیلی تقسیم و ضربم عالی بود، میتونستم جواب بدم، ولی که دوستان زحمت بکشه یه عدد در بیاره دموریگه خیلی من ممنون میشم. اینه که من در واقع الان صحبت‌های دیگه هم هست، ولی برای اینکه زیاد صحبت نکرده باشم قطع میکنم و میخواستم خواهش کنم که دوستان اگر سوالی دارن بپرسن و اگر سوالی نیست من بعدا یک سوالی میکنم و جواب دوستان رو میشنوم. ممنونم از شما جناب شفایی. خب طبق صحبت‌هایی که فرمودید دقیقا من یادمه نزدیک عید بود سه نفر رو که 33 سال در زندان‌های ایران به سر برده بودن و 33 سال اینها به جرم قتل که اونم نتونسته بودن از طرف دولت ثبت بشه، یعنی نتونسته بودن اثباتش کنن و اینا فقط به خاطر اون همون داستانی که فرمودید قسامه محکوم به اعدام شده بودن. یعنی اون شب، یعنی من قبل از همیشه اخبارا رو چک میکنم مخصوصا اخبار اعدام رو،
اومدم و چک کردم دیدم که این ستا رو بردن قرنطینه که فردا صبح اعدام میشن. یعنی اصلا نمیدونه انقدر اون شب حال من بد بود که انقدر استرس داشتم، من به جای اون، انگار که منو میخواستن جای اونا اعدام کنن. و بعد روز بعدش وقتی که دیدم که اومدن و انگار که پسر بزرگ اون شخص که حالا 34 ساله شده بود، حالا چند ساله شده بود دقیق نمیدونم، ولی اومد و رضایت داد و این سه نفر آزاد شدن. یعنی اون لحظه من انگار که خودم، انگار جون خودم نجات یافتم، مثل بارون بهار اشک می‌ریختم. انگار که مثلا بچه‌ها تو خونه گفتن چی شده، گفتم هیچی، اینا رها بگم بعد 33 سال تو زندان موندن، اونم به جرمی که نشده ثابت بشه، به جرمی که ثابت نشده. و متاسفانه توی ایران خدمتون عرض کردیم، یعنی شما که زحمت کشیدید، ولی چند تا جرم داریم: تجاوز، لواط، محاربه و قاچاق مواد مخدر و قتل. و جمهوری اسلامی ایران به خاطر این که خودش رو کنار بکشه و بگه که ما حالا موارد نقضی انجام نمیدیم، میاد کسانی که مرتکب قتل میشن رو میاد جرمشون رو بعد از اینکه حالا ثابت کرد یا نکرد یا هر چیزی، میندازه گردن خانواده ها که بگه که از گردن ما ساقطه و این خانواده ها هستن که نمیبخشند. اما از اون طرف نمیگن که خب ما هستیم که داریم این برنامه اعدام رو قرار میدیم، ما هستیم که داریم ریشه بر تیشه مردم ایران میزنیم، ما هستیم که داریم با فشارهایی که روی مردم ایران میاریم باعث میشیم که این همه قتل اتفاق بیفته. این آماری که الان دوستان ما، واقعا من ازشون واقعا متشکر هستم که این آمار رو به دست آوردند، این آمار فقط یه گوششه. خیلی از اعدام‌ها خیلی مخفی انجام میشه. ببینید این آماری که ما الان درآوردیم تمامش با اسمه. من الان اگر که آمار اعدام تیر ماه رو بیارم، نوشته شده مثلا 8 نفر یا 10 نفر در زندان رجای شهر اعدام شد، اما چون هویت نداره فقط همون تعدادی که هویت دارند رو می‌نویسیم که مبادا به ما کسی ایرادی بگیره که بگن که نه، شما می‌خواید دروغ بگید و می‌خواید به قول معروف این آتیش زیر هیزم زیر آتیش رو زیاد کنه. یعنی خیلی از اعدام ها واقعا ما میبینیم که یواشکی، مخفیانه، بدون اینکه هیچ کسی اطلاع داشته باشه این افراد رو اعدام میکنن. و دوستان واقعا من دوست دارم در اینجا حتما صحبتی کنید، نظری بدید در رابطه با این اتفاقاتی که در ایران میفته. اصلا آیا موافق این موضوع هستید؟ آیا اصلا این موضوع رو در نظر میگیرید که این اعدام ها آیا باید صورت بگیره یا خیر؟ خانم اشجعی ممنون از این که صحبت میفرمایید، در خدمتون هستم. با سلام خدمت همه دوستان و خصوصا شما خانم مباشری که این جلسه تشکیل شد، و تشکر از آقای شفایی. آقای شفایی، من میخواستم از شما این سوال رو بکنم که با توجه به این اعدام هایی که به این صورت گسترش پیدا کرده در جامعه ایران، آیا ما علت رو ببینید، من دو تا مقاله در رابطه با دارایی های ایران در رابطه با درآمدهای نفتی ایران خوندم که اصلا کلن درآمدهای نفتی و گازی ایران پنهان میمونه و به هیچ وجه علنی نمیشه. من این سوال برای من مطرح میشه، آیا ما باید از این نگاه به این مسائل نگاه بکنیم که این جنبه سیاسی دارد در ایران، یا جنبه اجتماعی دارد، یا اینکه اصلا مردم بی‌توجهند و در واقع آگاهی رسانی به چه شکلی در ایران انجام میگیره که تا توجه مردم رو به این مطالب جلب بکنه؟ چرا این همه اعدام هست؟ در خفا انجام میشه، علنی میشه، علنی شدنش به چه شکلی انجام میگیره که مردم بی‌تفاوت میمونن؟ من تشکر میکنم که جواب بدید. من مایک رو میبندم.
چرا با شفایی اول پاسخ میدید یا دوستان دیگر هم سوالهاشون رو بفهمن؟ بله بسیار عالی. آقای پورتن درست بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. بنده هستش؟ بنده هستش؟ بله بله. درود دارم خدمت همکاران. در رابطه با بحث اعدام‌های جمهوری اسلامی، البته متاسفانه چیز جدیدی نیست. طبق اون آمار و ارقامی که سازمان عفو بین الملل همه ساله منتشر میکنه، مخصوصا در این دو دهه گذشته، میبینیم ایران همواره در صدر کشورهای قرار گرفته که بیشترین میزان اعدام رو داشتند. آقای شفایی هم که اشاره کردن بعد از چین جوری هست که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها هم به جمهوری اعدام شهرت پیدا کرده. یعنی ایران مسئول بیشتر از تقریبا یک سوم اعدام‌های ثبت شده آماری که داشتیم، پس از چین در رتبه دوم قرار گرفته. از طرفی هم وقتی ما کارنامه این 14 جمهوری اسلامی رو مرور می‌کنیم، می‌بینیم در دوره‌های خاصی استفاده از این اعدام برای سرکوب یه دستور کار محسوس قضایی و امنیتی هست، یه دستور کاری انگار دارن. حالا مشهورترین دوره اعدام که تو این 14 اعدام‌های تابستان 67 هستش، نمونه‌های دیگه‌اش تابستان 88 هستش که در جریان سرکوبی که بعد از سال 88 شد، طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل انتخابات 115 نفر اون زمان اعدام شدن که خیلی هست. در واقع روزهایی که اخبار اعدام مثل این یک دو ماه گذشته به اوج میرسه، برای کسایی که اخبار این 14 رو تو جمهوری اسلامی تعقیب میکنن، نشون دهنده یک پیغام سیاسی هدفمندی هستش که دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه، این پیامو بده. در واقع دستگاه امنیت قضایی استفاده از ابزار اعدام و برای ارسال پیام سرکوب به جامعه و فعالای سیاسی و کسایی که دنبال اعتراضی هستند انجام میده. موج اخبار اعدام که امروز میبینیم فضای سیاسی و مدنی جامعه ایران رو درگیر خودش کرده، از همین منظر بیشتر قابل درک هستش. نگاه بکنیم قوه قضاییه در اصل میخواد این پیام رو بده که پاسخ اول و آخر به اعتراض و نافرمانی اعدام هستش، چه اعتراضی که در آبان 98 بوده، 96 بوده یا تابستان 88 بوده، هر اعتراضی که الان بوده و قراره که اعتراضی هم که انجام بشه در ماه آینده انجام بشه، پاسخش اعدام خواهد بود. به حال در تاریخ جمهوری اسلامی اعدام هم ابزار به قول معروف درمان بوده، هم راه پیشگیری. از این نظر مسئولان حکومت چه در مبارزه با مواد مخدر چه در سرکوب های اجتماعی یه راه حل بیشتر ندارن برای همین مشکل، برای اون هم اعدام هست. و تا این حکومت هستش اوضاع به همین منوال هست و هیچ تغییری به نظر بنده ایجاد نخواهد شد. ممنون که به صحبت های من گوش دادید. من مایکل رام. ممنون جناب آقای پورتن درست. تا زمانی که دولت مردان جمهوری اسلامی هستن، یکیشون جناب آقای نیری، حسین علی نیری، که در تاریخ دقیق بخوام بهتون بگم در تاریخ تقریبا 19 تیر ماه خیلی راحت اومده و اعلام کرده که ما در سال 67 با فدایت شدن نمیتونستیم کشورمون رو اداره کنیم. یعنی خیلی راحت حتی این اعدام کردن افراد رو هم یک چیز راحت میدونستند. خب جناب آقای رضا شایگان بفرمایید، ما میشنویم شما رو. درود عرض ادب خدمت همه دوستان و همچنین آقای شفایی عزیز. همجوری که آقای شفایی به درستی فرمودن، ترویج خشونت توی کشور ایران به واسطه اینکه اعدام‌های خیابانی بود خیلی تاثیرگذار بود توی این، چون همجوری که ایشون گفتن بسیاری از اعدام‌ها اعدام‌هایی که قصاص میشه، قصاص هم منظور قتل هست دیگه. اما یک موضوع دیگه هم هست که ترویج خشونت هست که به نظر من این موضوع هم باید آدم در نظر بگیره. مواردی هست که توی محرم ها اتفاق میفته، خودزنی هایی که توی محرم اتفاق میفته و جلوی انظار عمومی خیلی راحت خودزنی میکنن، خون پاشیده میشه، یا حتی
حیوانا رو قربانی میکنن، یعنی کشته شدن یا خون ریختن رو یک کودک یا یک نوجوان میبینه و این خودش موجب ترویج خشونته و عادی میشه براش خون ریختن یا کشتن یا این موارد. اما من از آقای شفایی سوال دارم. ایشون فرمودن که 142 کشور اعدام رو به کل برداشتن از قوانینشون و تنها چند کشور موندن. من میخوام ببینم که اون کشورها چه راهی رو پیش گرفتن که اعدام رو تونستن بردارن و چرا این کشوری که اعدام رو نمیتونن بردارن. حالا بحث دین حالا به جدا، ما خب ما توی آمریکا دین رو نداریم، موضوع دین رو، یا توی چین، چین کمونیستیه، این کشورها چرا نمیتونن اعدام رو بردارن؟ من سوالم این، اگر پاسخ بدن ممنون میشم. مایکروفون ممنون. جناب آقای شایگان از صحبت هاتون، حتما آقای شفایی پاسخ میدن به صحبت های شما. آقای آراس کرمی در خدمتون هست، نمیشنویم صدای شما رو. با سلام و عرض ادب خدمت آقای شفایی و دیگر دوستان، صدای منو دارین؟ بله کامل و واضح. ببخشید من قد از محل کارم وارد جلسه شدم، به همین خاطر خواستم اینو بگم. من به عنوان یک کسی که خودش اعضای خانوادهش اعدامیه، من یکی از دایی‌هامو اعدام کردن، من سال 88 دایی‌مو اعدام کردن، الانم برادرم که خودش تو زندان هستش، یه بارم با خانم مباشریفر جریانش رو من توضیح دادم. خبرایی که از زندان داره میاد بیرون الان طبق چیزایی که ما میشنویم، حتی کسایی که میبرن برای اعدام همبندی خودش هم نمیذارن. خانم مباشریفر هم اشاره کردن، گفتن که خیلی از اعدامات تو افا و بدون بیخبری داره انجام میگیره. واقعا همینطوره. خیلی الان طبق چیزایی که ما داریم میشنویم، دستورایی که اومده، کسایی که حتی تو صفای اعدام بودن یا قرار بوده 10 سال دیگه 5 سال دیگه اعدام بشن، الان با اومدن اسمشون نوبتشون خارج از فیزیک قرار بوده اعدام بشن، الان در دستور کار قرار گرفته که اعدام بشن. بعد یه مشکل دیگه اینجا که داریم، ما فقط چیزایی که اعدام میشه اعلام نمیشه. حالا بعضی تقریبا چند وقت پیش هم به چند تا از این موارد برخورد کردیم، بعضی از زندانیا اعدام نمیکنن ولی متاسفانه با هر دارویی باشه، با سوزن باشه، آمپول باشه، نمیدونم چه جریانی چه جوریه، میان بیرون بعد از 2 روز، بعد از 1 هفته، بعد از 3 روز، بعد از 10 روز اینا تو خونه خودشون میمیرن. و این یکی از مشکلات اصلی که الان من زیاد هیچ جایی بعضی از این نشنیدم که بخوان جلوگیری بشه از این جریان، که موقعی که تو زندانن در حال یا مرخصی یا یه جریان که میفرستنشون، یهو بعد از 3 روز، بعد از 4 روز مرگ اینا میمیره تو خونه بدون هیچ دلیل. بازم ممنونم وقت دوستان نمیگیرم، من مایکو رام کنم. ممنون از شما جناب آقای آراس کرمی. دقیقا این خبر رو من هم خوندم و دیدم که بعضی از زندانی ها رو به مرخصی میفرستن و این زندانی ها بعد از چند روز اعلام میکنن که این فرد مرده و بعد وقت تحقیق میکنن نمیتونن تشخیص بدن که به چه علتی این شخص فوت کرده. خانم شراره محبودی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. خانم محبودی خانم محبودی مایکتون رو آزاد بفرمایید و صحبت کنید. بسیار خوب. من هستم. درود خدمت همه دوستان، عذرخواهی میکنم. آره در ابتدا من زدم، موفق نشدم. خوشحالم که در جمع شما هستم. تشکر میکنم از جناب شفایی به خاطر صحبت‌های خوبی که داشتن. من یه سوالی ذهن خودم رو درگیر کرده بود که دوست داشتم نظر آقای شفایی رو بدونم. اینکه توی ماه اخیر
آقای خامنه‌ای سخنرانی کردن و از خدای دهه 60 صحبت کردن و ما میدونیم که توی دهه 60 چقدر اعدام‌های زیادی بوده. میخواستم ببینم که این صحبت‌هایشون چقدر میتونه تاثیرگذار باشه توی این اعدام‌هایی که ما توی این ماه‌های اخیر یا در آینده‌های نزدیک خواهیم داشت. و دومین امر، ما به عنوان فعالان حقوق بشر حالا چه در مورد افشاگری، آیا فعالیت‌های دیگه‌ای در این مورد میتونیم انجام بدیم که مانع همچین اتفاق‌هایی بشیم توی کشور خودمون؟ یعنی راهکار برای من فعال حقوق بشر چه چیزی هستش وقتی که جامعه‌ام در همچین شرایطی وجود قرار گرفته و پیش‌بینی میشه که احتمال داره آمار اعدام‌ها بیش از این عددی که الان اعلام شد هم باشه؟ ممنونم ازتون. ممنون از شما خانم محمودی. آقای سعید طائف دستشون رو بالا کردن و ما مایک رو برای ایشون باز میکنیم که ایشون هم بتونن صحبت‌های خودشون رو بفهمن. بفهمید آقای طائف. درود بر شما، درود بر همه دوستان، وقت بخیر. من سوالی که از جناب شفایی داشتم راجع به سازمان ملل بود. بعد اینکه از سال، خب همینطور که همه واقفیم، از همون اولش اعدام ها بوده، اوجش سال 67 بوده و همینطور ادامه داره و هر روز هم بیشتر میشه. خواستم ببینم که سازمان حقوق بشر از آن زمانی که داره فعالیت میکنه، مخصوصا از زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار اومده، از آن زمان تا الان چه روندی رو پیش گرفته در رابطه با این اعدام ها؟ بالاخره باید یه اعتراضی بکنن که این اعدام ها کم بشه. چه روندی رو در پیش گرفتن از سال مخصوصا 67 به این ور که آیا این تأثیری داشته در مقابل جمهوری اسلامی ایران که اینا اعدام ها رو کم کردن یا اصلا اعتنایی نکردن؟ و الان چه راهکاری داره خود سازمان حقوق بشر که مثلا بتونن از ایرانی ها دفاع کنه؟ آیا اصلا اقدامی میکنن یا نه؟ مرسی. ممنون جناب آقای طائف. آقای شفایی، مایک در اختیار شماست با پاسخگویی های کامل و واضحتون. مرسی. مرسی، خیلی ممنون. من سوالا رو گوش کردم. اول تشکر میکنم از دوستامون که در واقع یه سری اطلاعات بیشتری رو دادن، مثل آقای پورتندروز و آقای شایگان، همچنین آقای کرمی. میتونم اینجوری جواب رو بدم در رابطه با سوال خانم اشجعی. خانم اشجعی، شما موضوع بسیار خوبی رو توجه کردید بهش. طبیعی بخش عظیمی از این اعدام ها به دلایل مسائل سیاسیه. چی هست که بتونن نفس آدم ها رو بگیرن، قدرت تصمیم گیری از آدم ها بگیرن، اجازه ندن آدم ها به حقشون فکر کنن؟ الان شما چیزی که در جامعه ما هست، حتی اگر یک کسی در ایران هم نیست، خارج از ایرانه، میاد یه ذره حرف این ور اون وری میخوای بزنی، میگه من وارد این بازی ها نمیشم، من سیاسی نیستم، من نمیخوام این حرف بزنم، من میخوام گاهی به خانوادم صدمه نخوره. یعنی چنان ترسی رو ایجاد کردن با این اعدام ها که در واقع شما فقط فکر این هستین که راجع به چیزی فکر نکنید. اگه دارن مال تو میبرن، خب بذار ببره، عیبی نداره، هیچ اشکال نداره، بذار ببرن. این در واقع دقیقاً جنبه‌های سیاسیه. چون اگر یک، الان میتونم جواب خانم شراره که در واقع میتونه تو همین جواب منم باشه، اگر که یا نه فکر میبرم نه چشمرهایی که اعدام و آن آقای شایگان. ببینید دوستان، وقتی که یه مملکتی نگاه سیاسی داره به همه کارش، یعنی تمام تلاشش اینه که با سرکوب هر کاری دلش میخواد انجام بده، نتیجتاً دولت‌ها در همین قوانین خودشون میمونن، مدیران همین کار رو میکنن، جامعه رو به همون جهت میبرن. کشورهایی که 142 کشوری که الان مجازات اعدام ندارن، کشورهایی هستن که دارن نگاه دیگری به زندگی میکنن، نگاه دیگری به انسانیت دارن، جوری دیگری دنیا رو نگاه میکنن، نه جوری که دوستان ما این جمهوری اسلامی با انتقام، با کشتن، با نابود کردن، فقط با این اندیشه هستن.
یعنی شما اصلا فکر نکنید که آقای خامنه‌ای اینو گفت، هم گفته هم میگه هم خواهد گفت، سرانش هم همینن، یعنی تمام آدمهایی که در جمهوری اسلامی رشد کردن بالا اومدن همین نگاهو دارن نسبت به اینکه چگونه فقط خشونت وجود داشته باشه، چون در خشونت اینا برندن، چون وقتی خشونت در جامعه هست اینا ابزار قوی تری دارن، اگر من میخوام خشونت نشون بدم اونا توپ و تانک و مسلسل و همه چی دارن و آدمهای خونخوار دارن، یعنی آدمهایی دارن که واقعا میخوان بکشن و قصد کشتن دارن، یعنی اصلا خوشحال میشه که آدم بکشه. اینه که این قضیه در واقع عملا نگاه جمهوری اسلامی بر اینه که جلوی هر کاری رو انجام میده، عملا با خشونت، با شلوغ کردن، با مسائل مختلف جلوی آزادی اندیشه رو بگیره. من رای دور نمیرم، همین اتفاق که متروپول افتاده، دو تا از مادرهایی که بچه هاشون مردن همین امروز دستگیر کردن، به نظر رای دور نمیریم، بچه شو کشتن، رفته اعتراض کرده که آقا ما میخواییم خونخواهی بکنیم، وضع بچه ما چی شد، چرا باید بچه ما اینجوری بمیره، این چه اتفاقی افتاده؟ دستگیر کردن به این بهانه که اینا از طرف خارج پول گرفتن و دارن تظاهر دارن مثلا معترضن. یعنی بحث سر اینه، یعنی در واقع تمام کارهایی که اینا میکنن عملا جنبه های سیاسی داره و مطلق جنبه اجتماعی نداره، مطلق نگاه انسانی وجود نداره و مطلق نگاهی برای ایجاد یک آرامش وجود نداره براشون، چون در همین شلوغی هاست که میتونن دزدی کنن. شما الان میدونید که همه اطلاعاتی که داریم اینه که جمهوری اسلامی به اصطلاح روزانه 700-800 هزار بشکه مثلا تولید میکنه نفت، ولی همین امروز آمار اوپک که خوندیم، عربستان 10 میلیون، عراق 4 میلیون، یکی دیگه نمیدونم قطر یا امارات 3 میلیون، ایران 2,800,000، یعنی 2,800,000 بشکه داره در روز تولید میکنه، یعنی همون کاری که داشته قبل از تحریم ها میکرده، یعنی اتفاقی نیفتاده، ولی به بهانه تحریم پولاش معلوم نیست کجاست. این اتفاقا هست در جامعه ما و این متاسفانه به دلیل ایجاد ترس و هیجانی که بین مردم ایجاد میکنن، نگرانی که برای مردم ایجاد میکنن، با این کارشون باعث میشن که هر کاری دلشون میخواد میکنن، کسی هم سوال نمیتونه بکنه، یعنی هر سوالی هم بکنی یه جایی درگیر هست. اینه که مرسی از سوالتون خانم از جایی، امیدوارم تونسته باشم یه جوابی داده باشم براتون. آقای پورتندرست مرسی از اطلاعاتی که کامل تر کردید برای صحبتهای من. آقای شایگان که سوال کردن که چطور کشورهای دیگه برداشتن و چرا این کشورها بر نمیدارن اعدامو، ببینید این نوع نگاه هاست. اولا در آمریکا اعدام هم هست هم نیست، چون خود آمریکا 52 ایالت، دو تا کشوره، 52 کشوره، در تعدادی از این کشورها ایالاتش اعدام هست، در تعدادیش نیست، و این هم جز بحث هاست. مثلا در بعضی از ایالتاشون حمل اسلحه آزاده و در بعضی از کشورهاشون یا ایالتشون آزاد نیست. اینا برمیگره به نوع نگاهی که در اون ایالت داره اتفاق میفته. اما اکثر کشورهایی که جدیداً وارد جامعه جهانی شدن یا مثلا از شوروی جدا شدن یا از یوگسلاوی جدا شدن و کشورهای مختلفی که کوچیک کوچیک جمع شدن جدا شدن، اکثر اینا چون مدیران جدید اومدن و نگاه دموکراتیک بوده و به حرمت انسانی احترام میذاشتن، اینا اومدن اصلا اعدام رو حذف کردن. حالا یه سری اعدام هم اگر هست برای موارد ویژه است، مثلا برای خیانتهایی که مثلا در یه کشوری میکنن یا مثلا کارهای بزرگ، ولی در واقع عملا حکم اعدام و صدور حکم اعدام رو از قوانینشون گذاشتن کنار و این مورد در واقع موردیه که تونسته انجام بشه. من در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی یا کشورهایی که نکردن چرا نمیتونن، برای اینکه مدیریتشون ضعیف، نگاه خودشونو دارن، حکومت‌های در واقع خودکامند،
نگاه های خودشون رو دارن و همینطور مردم ناآگاه. دوستان، آگاهی مردم یکی از مهمترین اتفاقات که در هر جامعه برای رشدش میفته. من وقتی حق خودم بدونم که آه من حق نفس کشیدن دارم، من حق آموزش دارم، من حق پرورش دارم، مدعی میشم. ما قانون اساسیمون رو نمیخونیم، حقوق بشر هم نمیدونیم چیه، بعد همیشه هم دمدم میزنیم آقا ما فلانی، ما اونی، ما اونیم، ولی با یه مش ترس و نگرانی و با هیجان. وقتی قواعد رو بدونیم، اصول رو بدونیم، میتونیم یا بهتر عمل بکنیم، بهتر کار بکنیم. البته در رابطه با این که بعد از زندان خیلی ها خودکشی میکنن، بعد از زندان خیلی ها اصلا قاطی میکنن، یعنی اصلا فراموش میکنن زندگیشون. آقای سیامک زند، اگه اشتباه زند، همسر خانم بابا باشید، سیامک پوزند فکر کنم، بله، که زندان بود و بعد فلج شد و روی ویلچر بود، خود سابقه پنجم میندازه خیابون، میکشه خودشو. آزادش کرده بودن، توی خونش بوده، طبقه چهارم رو ویلچر بوده، بعدشون میومدن کدمک بهش میکردن، نمیدونم فلان، خودش پنجره میندازه. خانم مهرنگیز کار، همسر خانم کار. خب ببینید، اینا در واقع داریم، نمونای دیگه هم داریم. مثلا داریم جوونی که رفته اونجا ورزشکار بوده، رفته وقتی اومده تکیده یه گوشه، از ترس اصلا درم وا میکنه، چشاش میترسه برای اینکه کاری بکنه، که دوستای ما بچه خواهرش اینطوری شده. خب اینا واقعا وحشتناکن. ببین همین چند روز پیش شنیدیم که یه نفر از زندان آزاد شده، 24 ساعت نشده خودشو کشته. حالا ببینید چه بلایی سرش تو زندان آوردن که 24 ساعت خودشو کشته. این متاسفانه برمیگرده به فرهنگ غلط و وجود خشونت و عدم به اصطلاح رعایت حقوق انسانیه دیگه، چیز دیگه غیر از این نمی باشه. حالا غیر از این داریم که تو زندان خودکشی میکنن آدم ها، یکی با واجبی، یکی بی واجبی، یکی با یک جوری دیگه، و اقسام خودکشی ها تو زندان انجام میدن دیگه، حالا داستاناشو خودتونم میدونید. من در رابطه با صحبت های آقای خامنه ای و دیگران، اصلا اینا همینن، یعنی شما هر چی از اینا میشنوی جز زورگویی، جز تهدید، جز ارعاب در نهادشون چیزی نیست، یعنی از انسانیت و از دوستی و از محبت چیزی وجود نداره. انسانیت دوستیشون فقط در حد همینی که چقدر گیرشون میاد و چقدر خودشون با دور بریاشون میتونن پدر بقیه رو در بیارن. اینه که اصلا این توقع رو نباید ما از این جماعت داشته باشیم، چه به بهانه اصلاح طلبی، چه به بهانه های مختلف. خب و راهکار چیه؟ راهکار فقط و فقط این که ما بخوایم باز همین اطلاعیه دادن، همین گزارش دادن، همین جلسات، اینا میتونه اثر بذاره، ولی اثری که من و تو فکر میکنیم نمیذاره. اثر زمانی هست که جامعه ما آگاه شده باشه، جامعه ما آگاه بشه، نه اینکه یه بچه 18 ساله رو میخوان اعدام کنن، از 4 صبح برن توی کرج فرش بندازن، کاسه بشقاب بیارن، چایشون رو بیارن، توی دی ماه تو سردترین زمان سال بیان بیسن اعدام اون بچه رو ببینن که داداشی، داداش زاده، داداشی رو کشته بود. اصلا این غلطه، یعنی این نگاه هاست که حادثه است. بابا دارن یه نفر میکشن، تو بری بیشتر خیابون، شما باید برین دنبالش که آقا نکشید، 18 سالشه، اشتباه کرده، ببخشیدش، بها بهش بدین، بذارید زندگیشو درست کنه. ایناست حادثه ای که در جامعه های ما وجود داره، یعنی فقط در آگاهی جامعه است، فقط و فقط. یعنی جامعه ما آگاه شد، ما میتونیم رشد کنیم. آگاه نباشه، همینه، سر جاشه، یعنی هیچ اتفاقی نمیفته. البته من خودم ظرف این 23 سال تغییرات خیلی خوبی رو دارم میبینم. من 12 سال پیش توی مصاحبه گفتم اقلا 300 سال طول میشه جامعه ما به یه جایی برسه، ولی الان نگاهم کمتر شده، رسته به 100-150 سال،
چون دارم میبینم که جامعه جوانها دارن میان کار میکنن با تو همین مجموعه خودمون اقلا 11-12 تا جوان 18-22-23 ساله داریم که اینا کلی زمان دارن برای کار کردن، کلی امکان دارن برای رشد دادن به بقیه و این امیدواریه برای من. و دلیلش هم اینه که خب جامعه علاقه نشون داره میده، جامعه داره آگاه میشه و دنبال این قضایا هست. من البته مثلا با یه نوع شعارهای مخالفم، مثلا با اتفاقی که مثلا دیروز بود نه به حجاب برن مثلا روسریشون در بیارن. ما میتونیم خیلی کلمات قشنگتری به مردممون یاد بدیم، یعنی این جوانی که آماده است جانشو به خطر میندازه روسریشو در میاره میاد تو خیابون، به جایی که روسریشو در بیاره یه جمله رو بهش یاد بدیم، بگیم آقا شما حق آزادی بیان دارید، اندیشتون هرچی هست بیان بدید، بیاین صحبت کنیم، بگی آقا ماده 18 اعلام جان حقوق بشر، ماده 19، ماده فلان، با هم حرف بزنید. این که دیگه جرم نیست که شما رو سایت رو در میارین میگیرن میبرن بالا شلاق میزنن جریمت میکنن تحقیرت میکنن همه اینا هست. خب میتونید شما با این کار رشد بهتری نشون بدید، با درآوردن روسری جامعه ما متحول نمیشه، چون یک شوره، این شور باید بره کنار، جاش اندیشه بیاد، جاش فکر کردن بیاد، حالا کلمه مترادف شور میشه شعور، یعنی تا اون بیاد، اون ببخشید گفتم متضادش، یعنی اون باید بیاد که بتونه جامعه رشد بکنه. من باورم اینه که ما بایستی تلاش کنیم جامعه رو رو به آگاهی ببریم. حالا چقدر زمان میبره به همت خودمونه، من تو همسال من و تو و آدمایی که دیگه هستن و گوش میکنن، تو چقدر علاقمند باشن و تو چقدر دوست داشته باشن این رشد رو پیگیری بکنن و دنبال این کار باشن. من راهکار فقط و فقط همین قضیه رو میدونم، یعنی باور من اینه برای هر حرکتی هر رشدی فقط ضرورت آگاهی است. دوستمون آقای طاهر سوال کرده بودن که سازمان ملل چیکار. اولا در زمان پهلوی هم اعدام وجود داشت، نه که نبود، در زمان پهلوی اعدام بود، تیرباران بود، همه اینا بود، در زمان جمهوری اسلامی هم بود، اما جمهوری اسلامی دیگه گندشو در آورد دیگه، در واقع یک عملکرد دیگری داشت، یعنی در واقع انتقام جویی بود. شما اول انقلاب که میبینید مدام روزانه کلی آدم میکشتن و روزنامه ها مینوشتن و خیلی از احزاب سیاسی هم باریکلا باریکلا میکردن که میتونید حالا اگه دوست داشتید میتونید برید تو تاریخ پیداش میشه کرد، حالا من نمیخوام اسم احزاب ببرم، و احزاب بودن که فقط باریکلا باریکلا میکردن که بکشید، خوب شد کشتید، اله کردید، همه اینا در واقع فقط برای انتقام بود. یعنی اگر که رئیس ساواک، رئیس دولت، نمیدونم وزیر فلان اینا کشتن، برای اینکه اینا همهشون تمام ملاها حقوق بگیر جمهوری اسلامی بودن، یعنی 1700 مسجد دولت شاه زمان شاه حقوق میداده به ملاها، به مساجدشون حقوق میداده، و این حقوقی که میداده خب لو رفته بود، برای همین بود که ریختن آتیش زدن، کشتن آدم ها رو، کشتن تمام گردن کلفت ها رو، کشتن هر کسی دوتا چیز میدونست به یه بهانه کشتن اعدام کردن. اون بحث انتقام جویی بود که سر جاشه. بعد از اونم مردم درگیر بودن با نوع عمل کرده اینا، خب تو خیابون ریختن، خود دهه 60 شاید بگم صدها اعدام وحشتناک داشتیم ما، یعنی کسی رو دستگیر کردن در 24 ساعت اعدام کردن که لیستش اومده بیرون. دهه 60 خیلی اعدام بوده، یعنی سال 1360 تا 61 کلی اعدام داشتن، یعنی بعد از عزل بنی سعد و اتفاقی که با آقای مسعود رجبی که اعلام کرد که به صلاح علیه جمهوری اسلامی دست به تفنگ برد و اینا، دیگه اصلا کشتار کردن دیگه وحشتناک، و این اتفاقا وجود داشت و در دهه 60 اعدام بی نهایت و ترور بی نهایت، یه جامعه وحشت بود، زمینه که جنگ بود، یعنی یه دریایی از خشونت و مرگ و میشد دید در اون زمان ها. و سازمان ملل برای این قضیه عرض کنم که اولا در خود ماده 6 به اصطلاح
کنوانسیون سیاسی مدنی قشنگ توش اعلام کرده که اصلا اعلام نباید وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی هم امضا کرده اینو که در سال 1966 امضا شده. و حتی در رابطه با عرض کنم که برای القاء مجازات مرگ در واقع در 1989 در مجمع عمومی پروتکلی نوشته شده و بعد از اون به اصطلاح در استراسبورگ فراخوانی دادن کشورها بیان در استراسبورگ. اولین کنگره جهانی لغو حکم اعدام هست که برگزار شده سال 2001. بعد از کنم که اینا قوانینی که خود سازمان ملل عنوان کرده و به اصطلاح این کارا داره اتفاق میفته. حالا کشورها باید علاقه نشون بدن، کما اینکه برام میگم 146 کشور پیرو همین اتفاقاست که اومدن امضا کردن و به دنبال این قضیه رفتن. و یکی از اون مهمتر این که الان برای لغو حکم اعدام ارگان‌های مختلفی هست، یعنی خود ماها جزء افرادی هستیم که مخالف حکم اعدام هستیم و صدور حکم اعدام هستیم. از اون طرف عرض کردم خدمتتون این انجوی که قابیل را اعدام نکنید هست که یه سازمان بزرگ جهانیه که عملا 150-160 کشور امضا کردن، تعهد کردن، دارن پیگیری میکنن. و داریم گروه های مختلف با اندیشه های مختلف که مخالف وجود اعدام هستن. به همین دلیل من فکر میکنم جناب طایف داره اتفاقایی میفته، ولی همه اینا زمان میخواد، همه اینا آگاهی میخواد. این اتفاق برای این هستش. امیدوارم که تونسته باشم جواب رو داده باشم. اگه سوال دیگه ای هست واقعا خسته نباشید. واقعا اون اطلاعاتی که شما دارید، شاید هیچ کدوم از ماها به این اطلاعات شما، شاید یک هزارم از اطلاعات شما رو داشته باشیم. نه خانم این حرفا نزنیم، یعنی صحبت ها چیه. در هر صورت ممنون میشیم که سوالی که قرار بود از دوستان بپرسید، سوال رو بفرمایید که دوستان پاسخ بدن. حالا بس که دوتا از دوستان صحبت دارن بفرمایید. دقیقا اول دوستانی که دست بلند کردن، خانم کوثر ولیزاده بفرمایید صحبت کنید، ما در خدمتون هستیم، میشنویم شما. سلام، وقت همگی بخیر. خیلی ممنون که اجازه دادید من اینجا صحبت کنم. ممنون از شما. ولی مایکتون رو بستید خانم کوثر ولیزاده. صدای منو دارین؟ بله بله، الان صدا شما. خیلی سلام خدمت همگی. خیلی ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادین. خواستم یه سوال از آقای شفیع بپرسم. گفتن که مردم وقتی که در مورد حقشون، حق و حقوقشون صحبت میشه میترسن، به خاطر خانوادهشون، به خاطر عزیزاشون. برای مقابله با این ترس، برای این که مردم رو کاری کنیم که حقوق خودشون رو بدونن و حق حقوق خودشون رو بخوان از دولت، از سران کشور، بگن ما این حق و حقوق داریم و این حقوق رو میخواییم، باید چه کاری با عنوان فعال حقوق بشر میشه برای مردم انجام داد که بتونن بیان حقشون رو بخوان، مطالبه گری کنن؟ ممنون از شما خانم کوثر ولیزاده. آقای عربی بفرمایید، شما صحبت بفرمایید. آقای عربی خودشون جمع‌آوری میکنن اخبار اعدام رو و فکر کنم از همه بیشتر در جریان این اخبارها هستند. بفرمایید آقای عربی. سلام خدمت همه دوستان، سلام شفایی، خسته نباشین. یه مسئله که از با توجه به همه اعدام‌هایی که توی ماه پیش بود و تعداد بالایی از اعدام‌ها بود، یه چیزی هست که میتونم بگم جمهوری اسلامی فکر کنم اصلا به فکر پرورش، به فکر آموزش، به فکر آینده نگری نیست. وگرنه اون کودکانیه که تو زندان نگه میداره تا به سن قانونی برسن بعدن اعدامشون کنه، نباید همچین برنامه‌ای باشه، حالا به قانون‌گذاری‌های غلطی که داشته. وگرنه مرکز اصلاح تربیتی که داشته میتونست از اون طریق اقدام کنه. حالا این بچه ها چه خواسته چه ناخواسته یه اشتباهی شده، حالا
عمد بوده غیر عمد بوده قتلی مرتکب شدن، ولی به نظر من همین بچه هم که میتونن برای مملکت، برای آینده مملکت یه حرکت بزرگی بکنن، یه قدم بزرگی بردارن. ولی متاسفانه من اینطوری احساس میکنم که اصلا به فکر آینده مملکت نیست، به فکر جوونا نیست، فقط میخواد تموم کنه، زندگی رو تموم کنه. یعنی هیچ فرصتی به هیچ کس نمیده با توجه به این اعدامایی که توی ماه پیش من مثلا گزارشش رو در میآوردم یا توی سایت ها میخوندم، میگم واقعا من خودم به این نتیجه رسیدم. ممنونم از شما که وقت رو در اختیار من گذاشتی. مایک رو رها میکنم. ممنون از شما جناب آقای عربی و ممنون از اینکه این گزارشات رو به همراه خانم ابوطالبی این همه زحمت میکشید، ذره ذره از سایت های مختلف پیدا میکنید و واقعا من میدونم خیلی سخته. یعنی قبلا من این کارو خودم انجام میدادم و میدونم که واقعا سخت‌ترین کاره که آدم بتونه لحظه به لحظه، روز به روز و ثانیه به ثانیه با این اعدامی ها زندگی کنه. یعنی این واقعا ما با این اعدامی ها زندگی میکنیم. چرا؟ چون اخبارشون رو پیگیری میکنیم، الان چه میکنن، چه موقع قرار قرنطینه بشن، چه موقع قرار اعدام بشن، و واقعا توی روحیه آدم تاثیر بدی میگذاره. و این مثل آقای شفای خوب حرف میزنن، میگن که عادی میشه، ولی باور کنید اصلا عادی نمیشه. بعضی چیزا اصلا عادی نمیشه. توی ایران واقعا مردم دیگه از اون ترسشون براشون عادی شده، واقعا از اون ترسی که لحظه شاید خودشون، عزیزانشون به زندان بیفتن و این حکم اعدام براشون صادر بشه و تناب دار به دور گردنشون بیفته، واقعا خیلی اذیت میشن و به خاطر همین هست که اینقدر ترس دارن. ممنونم جناب آقای شفایی، بفرمایید، ما میشنویم شما رو. البته قبلش آقای حمزه زاده میخوان صحبت کنن. آقای حمزه زاده بفرمایید. با سپاس و درود خدمت همکارا، میخواستم این مورد رو اضافه بکنم به حرفتون در مورد عادی سازی اعدام و خشونت. میخواستم بگم که خانواده هم روی موضوع خیلی تاثیر دارن. من الان اونجوری که دیدم تو خود کشور آلمان توی مهد کودک ها بچه های کوچیک اجازه ندارن اسلحه پلاستیکی داشته باشن. یعنی براشون ممنوعه، چون از بعد بچگی باید بدونن که نباید خشونت باشه توی زندگی. ولی تو ایران میبینید که خانواده با ندونستن و عدم آگاهی خودشون کمک میکنن به این موضوع و این موضوع رو جا میندازن. و فکر میکنم باید یه خود روی این موضوع بیشتر دقت بشه. و یه سوالی که داشتم، من تو ایران شنیده بودم وقتی کسی که میخواد قصاص بشه، اون طرف شاکی، فکر میکنم باید یه مبلغی هم پرداخت بکنه برای این موضوع و دقیقا خودم اطلاع ندارم، ولی مطمئنم که دو جا شنیدم این موضوع رو که طرف کسی که شاکیه یه مبلغی رو پرداخت میکنه به دولت که این اعدام صورت بگیره. میخواستم در مورد این موضوع از آقای شفایی بپرسم ببینم این واقعا هست همچین چیزی یا نه. ممنون که فرصت رو من دادید. مایک رو هم کن. ممنون از شما جناب آقای حسن حمزه زاده. بفرمایید جناب آقای شفایی، در خدمتتون هستم. مرسی. ببینید خانم ولیزاده، عرض کنم که بحث حق خواهی و مطالبه گری، یعنی زمانی ما میتونیم این کارو بکنیم که یک جمع آگاه داشته باشیم. دلیل اصلی خشونتی که میبینیم آگاهی جمعی وجود نداره. آگاهی ها آگاهی فردیه. حالا فردی میگم، مثلا فرض کن الان جامعه معلمین معترضه، این به نظر من یک آگاهی فردیه. جامعه معلمین فقط برای معلمین و خواستای خودشون اعتراض میکنن. جامعه رانندگان اتوبوس واحد اعتراض میکنن فقط برای خاطر خودشون. اینا آگاهی ها فردیه، یعنی برای مسائل فردیه. آگاهی جمعی زمانی است که وقتی اعتصاب میشه، پالایشگاه اعتصاب بکنه، شرکت دفع اعتراض اعتصاب بکنه، حکما اعتصاب بکنه، همون اتفاقی که زمان پهلوی افتاد. آگاهی جمعی ضرورت داره. در آگاهی جمعیه که میشه مطالبه گر شد. ما الان یه آگاهی فردی داریم. الان من یادمه مثلا 8 سال پیش بانک ها پول مردم رو ندادن، مردم اومدن خیابون، بانک ها که پولشون رو شیشه‌شو شکوندن، اعتراض کردن، داد زدن، پلیس اومد گرفت، بر زندان زد، همه این کارا رو کرد، اما مردم باز می اومدن. چرا؟ چون پولشون رفته بود.
این آگاهی فردی بود که اینو وادار میکرد بیاد پولشو بگیره و نتیجه هم گرفتن. نه این که نه، دولت مجبور شد بالای 80,000 میلیارد پول مردمو داد تا مردم دیگه آروم شدن، یعنی شروع کرد به پرداخت پول مردم، دیگه مردم هم دیگه نیومدن بیرون. دیگه الان هم در واقع اگر میبینید بحثایی که اتفاق میفته سر مثلا فرض کنید بنزین سال 98، مردم اومدن اعتراض کردن اما یه عده آگاهانه برای اینکه بیان موضوع رو باز کنن، اما یه عده نشستن خونه هاشون فقط دوربین دست و فیلم گرفتن و عکس گرفتن و امثاله. الان هم همینه. مگر ما متروپول مگر نریخت اما جشن سلام فرمانده گرفتن، یعنی خندیدن به ریش این همه آدمایی که کشته شدن. میدونی یعنی اینا براشون اصلا این اهمیت نداره. خود ما آدم ها هم همینیم، یعنی 70-80 هزار پا میشیم گیریم اونجا بگیم سلام فرمانده، در صورتی که تو همون مملکت خود کلی آدم مردن، ککمون نمیگزه. این عدم آگاهیه. زمانی ما آگاهی جمعی داشته باشیم اون وقته که میتونیم راحت حقمون رو بگیریم. چون دیگه الان در بنگلادش که میدونید که به خاطر فقر و گرانی مردم شلوغش کردن، ریختن کاخ رو گرفتن، رئیس جمهورشون هم فرار کرد رفت. نه توپ داشتن نه تفنگ داشتن، ولی هدف داشتن، یه جمعی شدن و رفتن حقشون رو بگیرن. اینجاست که اون آگاهی جمعی ضرورت داره. جامعه ما زمانی میتونه موفق باشه که این آگاهی جمعی وجود داشته باشه. حالا بعضی ها میگن یه لیدر باشه، یه مثلا شاه باشه، نمیدونم اون یکی باشه، من اصلا اونها رو قبول ندارم. جمع وقتی آگاه شد خودش خود به خود محلا رو میگیره. جامعه آگاه، وقتی دوستان ما در نیشکر اعتصاب کردن برای برداشتن اون چیز و بخشی و اینا رو گرفتن زندان کردن، خانم خبرنگار، خانم عرض کنم که وکیل پا میشن میان دفاع میکنن، اما بقیه دیگه نمیان. فولاد اومد و بلش کرد. خب اگر این اعتصاب ها آگاهانه بود، بقیه هم آگاه بودن، اونا هم مطالبه گر میشدن، اونا هم خواسته هاشون رو میخواستن، اون وقت دیگه نمیشد جمعشون کنن. الان شما قضیه معلمینه که میبینید چون در تمام شهرها هست، ولی اینا هی دارن میگیرن. ولی اگر یک حرکت بزرگتری بشه، سه تا گروه دیگه اضافی بشه، جمع پرستاران، جمع نمیدونم رانندگان، کامیونداران، شرکت نفتی ها، کسانی که کار معدن میکنن و و و و و، طبیعتا دولت نمیتونه حریفشون بشه. این نوع برخورد به این قضایی هاست. یعنی این نگاه نگاهیه که باید حتما آگاهی جمعی وجود داشته باشه که ما به موفقیت برسیم. ما الان دنبال همین قضیه هستیم. ما داریم تلاش میکنیم آگاهی بدیم، تلاش میکنیم افشاگری کنیم. حالا دوستانمون متوجه بشن، آشنا بشن، یواش 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 که بتونیم به اون حق حقوق جمعی بتونیم برسیم. امیدوارم تونسته باشم توضیح داده باشم برای شما. بعد آقای حمزه‌زاده سوال کردن که مشکل، یعنی راهنمایی کردن، توضیح دادن که مشکل اصلی خانواده هاست. دقیقاً این خانواده، خانواده‌ای که زیر دست همین جمهوری اسلامی و زیر دست همون پهلوی بدون، یعنی با بودن اعدام و آموزش‌های اعدام بزرگ شدن، یعنی این فرهنگ ماست. ما بایستی یک نوع نگاه دیگری در خانواده‌ها ایجاد بکنیم. این نگاه مربوط به خود قوانین ماست، یعنی قوانین کشوری باید تبدیل بشه به قوانینی که با حقوق بشر همسان باشه و با کنوانسیون ها همسان باشه، اتفاقی که باید بیفته هستش. این در رابطه با مسئله خانواده ها، ولی متاسفانه این کار رو میکنن. الان کمان که تو خود سند 23 یونسکو یکی از اهداف در واقع این هستش که خشونت در مدارس تدریس نشه هستن، یعنی اصلا در مدرسه درس نظامی ندید، خشونت یاد ندید، تو کتابا ننویسید. اما مال جمهوری اسلامی از اول که ورق میزنی یا باید بری شهید بشی، یا باید بری شهید بکنی، یا باید بری یه کار دیگه بکنی، یا بری مثلا تمرین سربازی و اسلحه و از این کارا.
که در واقع این متأسفانه مربوط به خود اون دولتی یا اون کسانی هستن که دارن جامعه رو میگردونن. در رابطه با اینکه پول به شاکی پرداخت کنه من نشنیدم، ولی در رابطه با اگر یک شاکی به اصطلاح زن باشه بایستی به اصطلاح مابقیش رو بدن، یعنی اگر مردی زن رو بکشه وقتی میخوان اون مرد رو اعدام بکنن، خانواده اون زن بایستی نصف دیه مرد رو بپردازن تا این داستان بشه. خیلی خب، مرسی. من حالا یک سوال دارم دوستان. یک فرض داریم، یک نفری میاد اسلحه ور میداره، وارد یک مدرسه میشه، شروع میکنه به کشتن 20 نفر، دستگیرش میکنه، به نظر شما چه حکمی باید داشته باشه؟ بفرمایید. بله آقای شایگان بفرمایید، من در خدمتتون هستم، مایکتون آزاد هست. بله، باید بفرستنش مراکز درمان روانی این شخص رو. آقای حسن پور، بله ببخشید، حمزه زاده، عذرخواهی می‌کنم. به نظر من جناب شفیع، ایشون علاوه بر روانی مشکل داره و من مستند دیده بودم بعضی از بیماری‌های روانی هستن که از کشتن یا می‌خوام سه تا مایک آزاد کنم. ببخشید صدای من میاد؟ به نظر من باید ایشون برن چه دکتر روانشناس، چون یه سری از بیماری‌های روانی هستن که طرف بعد اینکه این کارو انجام میده هیچ حسی نداره و خیلی عادیه براش و هر جور از هر لحاظ رو این آدم تحقیق کردن دیدم واقعا این هیچ حسی نداشته. اولا از این موضوع باید آگاه باشن که بررسی کنن ببینن واقعا این از اون سری آدما بوده یا نه. اگر بوده بر اساس اون بیماری که داره مسلما باید حبس بشه، ولی خب کلا اعدام برای هیچ کس به نظر من قابل قبول نیست. ممنونم. ممنون از شما. و خانم محمودی. درود خدمت همه دوستان. من هم مثل همکاران دیگم موافق این هستم که خب ما با اعدام موافق نیستیم توی همچین موردی. باید بررسی بشه که ایشون این خشونتی که انجام داده به خاطر بیماری روانی یا چه عاملی داره، و علاوه بر این یعنی ما الان داریم به این فردی که قاتل هست فکر میکنیم، ولی ما میتونیم 20 نفر خانواده هم که قربانی هستن به اونها هم فکر کنیم. یعنی من فکر میکنم توی بحث اعدام به خصوص حالا توی جامعه خودمون که خیلی هاش قصاص هست و فرهنگ سازی شده و ما میبینیم که خانواده ها میبخشن، انرژی که ما برای باز تولید خشونت و یعنی اینکه باز این طرف اعدام بشه، کشته بشه یا انتقام گرفته بشه، اگر انرژی که این سمت میذاریم بذاریم برای NGO های یا مواردی که بریم سمت خانواده های قربانی و افرادی که قربانی همچین مواردی هستن و از اونها دلجویی کنیم و بتونیم به اونها کمک کنیم، این خیلی میتونه باز کمک کنه به اون آگاهیه و اون فرهنگ سازی. یعنی دو طرف قضیه رو من فکر میکنم که ما باید ببینیم. بله، نفر بعدی خانم کوثر ولیزاده، بفرمایید، مایک در اختیار شماست. بله صدای منو دارین؟ بله کامل و واضح. به نظر من که به عنوان یک فعال حقوق بشر نمیشه اینو در نظر نگرفت که آدم کشته شده و یه خشونت صورت گرفتن، اما به نظر من که نباید خشونت رو با خشونت جواب داد، یا به صورت دیگه بخوام بگم نباید خون رو با خون شست. به نظرم باید این فرد تحت بیماری شد، امکان داره که بیماری روانی داشته باشه، باید تحت روانشناسی قرار بگیره، ولی اما این دلیل نمیشه که ایشون مشکل روانی داشتن زدن چند نفر رو کشتن،
به نظر من باید تحت درمان قرار بگیره، ولی اون مجازاتی که زندان هستش هم باشه. ممنون از شما که در بحث ما شرکت کردید. آقای خانم زینب، البته فامیلشون مشخص نیست، خانم زینب بفرمایید و خودتون رو هم کامل معرفی بفرمایید. مرسی. سلام خدمت همه دوستان، من زینب خورشیدی هستم. منم با همه دوستان موافقم در مورد این که اول باید روانکاوی بشن و مشکلات روانی که داشتن رو هر حال بهش رسیدگی بشه، ولی اون مجازات حبس رو هم انجام بدن. من با اعدام مخالفم و حالا خودم هم طبیعتاً توی خانواده هستم که من پدرم همیشه پیش قدمه واسه رضایت گرفتن اعدام، اتفاقایی که میفته به خصوص قتل‌هایی که میشه. همین چند وقت پیش، همین هفته پیش به سمو کشتن. شاید روزای اول خیلی عصبانی بودم و همش میگفتم باید اعدام بشه، ولی همش به اون پسری هم که حالا تو عصبانیت این کار رو کرده فکر میکنم که چرا اون لحظه این عصبانی شده و چرا این اتفاق افتاده و اون رو باید واقعا از لحاظ روانی درمان کنم، ببینن که چرا این اون لحظه این جنون گرفته و از پشت حمله کرده و با تبر زده. من مخالف اعدام هستم 100%، ولی حتما اون مجازات حبس ابد رو من میگم که باید اون طرف بکشه. ممنون از شما که صحبتتون رو فرمودید. آقای شاجان شما هم بفرمایید. درود مجدد. من البته تو اول صحبت هم گفتم که باید ببرمش مرکز درمان روانی. میخواستم یک نمونه رو مثال زرده، نمونه ای که یعنی مثالی که آقای شفای زدن نیست ولی نزدیک به اون هست که چند سال پیش فکر می‌کنم هممون در جریان هستیم. یک شخصی به اسم خفاش شب که به متأسفان زنان تعرض می‌کنه و می‌کشتشون و اینو اعدام کردن. قطعاً این شخص یک پیشینه روانی بسیار شدیدی داشته که باید درمان می‌شده، چون یک آدم عادی یعنی با یک وضعیت روحی مناسب و عادی نمیتونه یه همچین جنایتی رو انجام بده. یا یک مثال دیگه تو نروژ تو سال 2018 یا 17 دقیقاً خاطرم نیست بود که یک فردی به یک اردوگاه کودکان حمله کرد و چندین نفر، 30 چند نفر رو فکر می‌کنم کشتش. بنابراین اونجا هم این فرد رو تحت درمان قرار دادن که ببینن که چه عاملی باعث شده که این فرد به این خشونت دست بزنه. فکر می‌کنم که عامل اصلی این جور موارد، این جور قتل‌ها، چون بسیار از قتل‌ها اتفاقی است که همینجور که این خانم خورشیدی فرمودن، خب اتفاق عصبانی شده و یه حرکتی کرده و اون شخص مقابل کشته شده، ولی خب خیلی از قتل‌ها اتفاقی نیست و باید بررسی بشه. به نظر من در هر صورت اعدام منتفیه. حالا مجازات های دیگه ای هست مثل حبس ابد یا حبس های دیگه که میشه اونا رو در نظر گرفت، ولی بحث اصلی اینه که مواد درمانی و روانیشون رو باید پیگیری کنن. ممنونم. ممنون از شما جناب آقای شایگان. آقای بلوردی شما بفرمایید، شما هم نظرتون رو بفرمایید. سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز. بله همینجوری که دوستان فرمودن، اکثر قتل ها میتونیم بگیم که ریشه های روانی دارن. یعنی یه انسان سالم، یه انسانی که لحاظ فکری بالغه، هیچ موقع به خودش این اجازه رو نمیده که حق حیات از یه موجود زنده، حتی حیوانات، بگیره. ما الان میبینیم که خیلی از انجیوها فعال، همجوری که دوستان فرمودن، همجوری که آقای شفایی فرمودن. اما در مورد قتل‌های زنجیره‌ای من این مقدار نظرم متفاوته. شما همین دوست از اون که شخص در نروژ مثال زنده 2017 یا 18 نبود، فکر میکنم خیلی قبل‌تره، این شخص بسیار از ذریب و هوشی بالایی برخوردار بوده، با نقشه کارش انجام داده، به یک کمپ کودکان حمله کرده بود. یعنی از قبل نقشه کشیده بود. الان همه میدونن که انگیزه های فرقه‌ای یا حالا نئونازی یا نمیدونم از اینجور چیزا داشته. یا توی امریکا میبینیم که اکثر این قتل‌ها بیشترشون توی امریکا به مدارس حمله میشه. خب یکی از فاکتورهایی که هست توی امریکا این که اسلحه آزاده،
دو، خب یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. توی امریکا خیلی از ایالت‌ها اعدام ندارن یا مجازات‌های شبیه مثلا اعدام ندارن، چون اعدام‌های گوناگون تو همون امریکا هم با سرنگ اعدام میکنن، اتاق گاز دارن، حالا قبلا صندلی ریتیزی داشتن. توی تحقیقاتی که انجام شده توی همون خود امریکا خیلی جالب بود که مثلا شما توی امریکا قانون فدرال داریم، یعنی یه قانون فدرال هر ایالتی یه قانون برای خودش داره، یه قانون کلی داریم. مثلا شهر توی ایالت مثل ایالت مثلا کالیفرنیا که ایالت توریستیه یا اشخاص معرفی هست، اعدام هم اتفاقا هست. مثلا شما سرقت اتومبیل دوبار بکنی، دوبار سرقت اتومبیل حبس ابده، بهش میگن گران تفت اتو، یعنی سرقت بزرگ اتومبیل. خیلی سفت و سخته. میومدن میدیدن کسایی که مثلا توی کالیفرنیا سرقت میکردن خودشون از ایالت خارج میکردن میبردن توی ایالت دیگه که مثلا خیلی اونجا قوانین آرومتر بود برای سرقت اتومبیل یا حتی قتل و اینا، که اگرم گیر بیفتن تو اون ایالت مثلا پلیس فدرال مثلا FBI توی اون ایالت اونا رو گیر بندازه. یعنی اشخاص مجرم فکر نکنین که همه روانی، اتفاقا برعکس. شما بزرگترین قاتلای تاریخ رو نگاه بکنید، بزرگترین خلافکارا از همون جان دیلینجر توی امریکا گرفته تا چنگیز خان مغول مثلا بخوایم مثال بزنیم، بسیار افراد باهوشی بودن. یعنی اینجوری نبوده که اینا حتما بیماری روانی داشتن. نمیتونیم بگیم من خودم به شخصه با اعدام مخالفم، ولی بعضیا واقعا برای جامعه مضرن و اینا باید از جامعه قدیم، خب مثلا کشوری مثل فرانسه یا خود انگلستان جزیره به جزیره تبعید میکردن، یعنی از جامعه اینا رو ترد میکردن. همون فکر میکنم حبس ابد بهترین راهکار باشه که بعضی افراد واقعا هم برای خودشون هم برای جامعه خطرناکه. مثلا کسی که میاد مسلسل میگیره میره توی دبیرستان شروع میکنه تیراندازی با کمال خونسردی، حالا ما به هر بیماری هم که بگیم این شخصش، خب در آخر این شخص برای جامعه مضر. یعنی اینجور نیست که اگه درمان شد دوباره بگیم درمان شده دوباره بیاد بیرون توی جامعه به راحتی بتونه زندگی بکنه. هیچ کدوم از کشورهایی که اعدام ندارن هم فکر نمیکنم شخصی که قتل کرده باشه به این راحتی ها بتونه خودشو به جامعه برگردونه. ممنون ازتون که این وقت در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما جناب آقای بلوردی که در بحث شرکت فرمودید. آقای مهدی محمدپور در خدمتتون هستم. بله متشکرم. منم با نظر دوستان موافقم، ولی میخواستم بگم که ما به زیر ساخت ها که ما سری چهارراهی مدام تصادف میشه، خب میتونیم یه پلیس اونجا بذاریم که همه رو جریمه کنه، ولی زیر ساخت ها یعنی این که ما جلوتر هشدار بدیم چرا قرمزی بذاریم. و همینطور که آقای شفایی هم اشاره کردن، تا زمانی که ترویج خشونت میشه خب ما برها ادامه پیدا نکنه. متشکرم. ممنون از شما که صحبت‌های خودتون رو اعلام کردید. بنده حالا نظر دیگری دارم. خب اگر که ما میگیم که خب اعدام‌ها و میگیم قتل‌های زنجیره‌ای و این کسی که قتل زنجیره‌ای انجام میده مشکلات روحی روانی داره، پس چرا خود جمهوری اسلامی ایران قتل‌های زنجیره‌ای انجام میده؟ این اعدام‌هایی که پشت سر هم داره انجام میده این جزء قتل‌های زنجیره‌ای محسوب نمیشه؟ آیا قتل‌های زنجیره‌ای که در سال 78 نویسندگان ما، صاحبان مجلات ما، صاحبان و افراد مهم جامعه رو یواش یواش و زیر زیر و اون یواشکی اعدام به قتل رسوندند و هیچ کس هم پاسخگوی اینها نبود، اینا پس کی باید جواب اینها رو بده؟ و ممنونم از همه دوستان که ما صحبت کردن. جناب آقای شفایی ما در خدمتتون هستیم. مرسی. من خیلی خوشحالم توی جمعی هستم که دوستان با تمام بینششون متوجه هستن که اعدام حلال قضیه نیست. یعنی در واقع برای اینکه من مثال بدی رو زدم در واقع که یه کسی بیاد، چون این اتفاقی هم که در نروژ افتاده بود سال 2004-5 بود که الان طرف زندان هم، ولی در واقع دولت ها وظیفه دارن
که جامعه رو رشد بدن با خشونت خشونت نشان دادن، تعداد این اتفاقا بالا میره، ولی وقتی ایشون رو میتونن بگیرن ببرن بازداشت کنن و نگهداریش بکنن، حالا زندانی بهش بدن، حالا شکلهای مختلف دیگه، نه حالا زندانهای مثلا خیلی سخت، زندانهای مثل روسیه که برای سیبری و نه حالا شکلهای مختلف، ولی من باورم اینه که حتما زندانی هم که باید باشه، زندانی باشه که حرمت انسان سر جاش باشه، یعنی اون حرمت احترام یا کرامت انسانی وجود داشته باشه. من این سوالو کردم، بعد شبیه همین سوالم هم دوستمون آقای امین مطرح کردن که خب اگر طرف با یه مثلا چنگیزخان آگاه بوده فلان بوده. ببین من میخوام بگم که آدم هایی که کار جنایت تکراری انجام میدن اینا نمیتونن آدم سالمی باشه، اصلا امکان نداره آدم سالمی باشه. شما کسی که میاد قتل های زنجیره‌ای انجام میده، این یک مشکل روحی روانی داره که باعث میشه بتونه دونه دونه همین مرد عنکبوتی مال مشهد یا عرض کنم که خفاش شب، اینا مریض روانی بودن که طرف به دلیل کمبودهایی که داشته در زورش رسیده یه دختر رو بدزده بره تجاوز کنه بکشه نمیدونم بره اون یکی رو میدونه، اینا اون اشکالات روانیه و این بر میگرده به خود جامعه. من البته مثلا ما مثالای مختلف داریم، مثلا در اتریش یک آقای دخترشو توی زیرزمین نگه داشته بود حدود 12 سال 13 سال، هم بهش تجاوز میکرده و نگهداری میکرده توی زیرزمین خونش به دخترش. خب این طبیعی آدم مریضیه، این نمیتونه آدم سالمی باشه. میدونید هر چقدر بگیم باهوش بوده، استاد کامپیوتر بوده، استاد فلان چیز بوده، قهرمان، ولی یه جایی پس ذهنش مشکل داره، این حادثه ها رو داره و این برمیگرده به نحوه بزرگ شدن و نحوه آموزش و وجود خانواده در واقع اثر گذاره. من اگر یادتون باشه در تهران یه پسری بود که 17 تا بچه رو مرده بود، تجاوز کرده و کشته بود توی نزدیک های ورامین اون ورا. بیچه یه همچی اسمی داشت، احمد بیچه یه همچی اسمایی داشت. این خب رفتن فوری بعد از 3 ماه 2 ماه اعدامش کردن، تموم شد، ولی ننشستن. یعنی البته بعدا یه خبرنگار صحبت کرده بود، با مصاحبه کرده بود، بعد گزارش دادن که خود این آدم در باقرآباد ورامین دقیقا این آدم خودش دزدیده شده، توی بیابون بردنش، بهش تجاوز کردن، بعد با آجر زدن تو سرش که بمیره و نمرده و اومده. خب بعد از 3 سال 4 سال زورش زیاد شده، همین کار رو با بقیه خواسته بکنه. یعنی این در واقع باید برگرده اینا، اینجاست که باید دولت به جای اعدام اون به فکر این باشه که مدارسش رو کمک کنه، یه سری آدم بفرستن، آگاهی بدن به بچه‌ها که گول نخورن و و و و و صدها موضوع هست که اصلا باید این جور جاها رو باید حراست کرد، مراقبت کرد. من میخوام بگم که این اتفاقات متاسفانه هست، همش هم به دلیل کمبودهاست و دقیقا به دلیل عدم فرهنگ مناسب، عدم آموزش مناسب و آموزش خشونت به اشکال مختلف هست. یکی از دوستان مثال زد، گفت همین مراسمی که برگزار میکنن گوسفند میکشن و همون خون میبینن. باور کنید من تو عمرم نتونستم، من تو عمرم نتونستم. بچه بودیم میگفتم با تفنگ که میزنی یه گنجیشکو میزنی، 12 سالم بود، این تفنگ بادی ها کلش اومد بکنه که حلال شه، اینو شنیده بودیم. من زدم یه بلبل افتاد، اومدم کلش رو بکنم، نتونستم، سنی نداشتم. از اون بعد اصلا تنم لرزید و تو عمرم همچی کاری نکردم. چرا؟ چون هم خانوادم یادم نرده بود، من دیگه تفنگ داشتم ولی با تفنگ مثلا علامت میزدم مثلا بخوره به هدم، همین.
میخوام بگم که اینا برمیگرده به نحوه آموزش در خانواده و خود آدم، و در طول زندگی باید یواش یواش درسشو بگیر و بیا جلو. حالا اگر بعد از اون من یاد داده بودن که تو باید اینجوری آدم بکشی، اینجوری باید سر ببری، اینجوری سر مرغو باید ببری، اینجوری سر گوسفند باید ببری، خب برام کاری نداشت، منم میرفتم سر میبریدم دیگه. از دست فلان کس عصبانی میشدم، تق سرشو میبریدم. حالا دست یک کسی هم عصبانی میشیم، خودمونو میخوریم، میگیم فراموش کن، عیبی نداره، مشکلی نیست، تا بعد. چرا؟ چون خودمو نجات میدم در واقع دیگه. اینه که این حس انتقام جویی، انتقام خواهی، این در واقع بایستی در ما انسان ها از بین بره. چگونه از بین میره؟ یه مقدار خودمون، یه مقدارم جامعه همون باید به ما کمک کنه. جامعه باید کمک بکنه به این که قوانینی بذاره که من توش مرگ رو نبینم. نتیجتا انتقامی که من میخوام بگیرم از مثلا فلان کس که فلان فامیل منو کشته یا برادر منو کشته، انتقام من نهایت نیست که آقا حبس ابدش بده، آقا 20 سال زندان بهش بده، آخرش اینه دیگه. دیگه زندگی و طرف رو نمیگیریم، یعنی در واقع اونم بالاخره بعد چند سال تغییر ذهنیت میشه، آدم میتونه ذهنشو درست کنه، کلی تغییر میکنیم، متحول میشیم ما انسان ها دیگه. در هر حال من فکر میکنم که تحت هیچ شرایطی اصلا نباید به انتقام فکر کنیم. مرسی از خانم خورشیدی که به خوبی عنوان کردن که یکی از احبابشون رو کشتن و اصلا به فکر انتقام نیستند و انتقامشون مرگ طرف نیست. انتقامشون میتونه این باشه که خب زندان باشه دیگه. به هر حال اونم در زندانم، البته اینم بگم، کسی هم که جنایتی میکنه اعدام میکنن خلاص میشه، راحت میشه میره پی کارش، ولی کسی که زندانه حالا باید به خودش داره زجر میکشه. اینم در واقع خودش یه نوعی اگه میخوان انتقام هم بگیرن، انتقام اینجوری بگیرن، بزن یارو بره اونجا بشینه، حرص بخوره، اذیت بشه، مصیبت بکشه، خانوادهش رو نبینه و مشکلاتی که در زندان ها هست. خیلی خب، من یه مثال دیگه هم بزنم. آقای بولوردی عنوان کردن که شاید انگیزه های مذهبی دارن، فرقی هم نمی کنه. انگیزه مذهبی هم خودش یک نوع بیماری است، چون انسان بایستی در انسانیت باشه، به مذهب کاری نباید داشته باشه، این مذهب هم داره برای خودش داره تو دوره انسانیت، اما بره از یه مذهبی یه چیزی یاد بگیره که توش کشتن و انتقام و حسب آدم های دیگه باشه، این دیگه نمیتونه معقول باشه. در واقع حتما مشکلات روانی پشتش خوابیده. مرسی. حالا اگه دوستان سوال دیگه هست، چون من اون چیزی که دلم میخواست گرفتم از این جلسه، در واقع دلم میخواست که دوستان ما که در این مجمع جمع هستن ببینم که احساسشون نسبت به اعدام چگونه است و چگونه فکر میکنن، و این در واقع به نظر من یک رشد همکاران ماست که دارن انجام میدن و من ممنونم ازش. ممنونم جناب آقای شفای بابت توضیحات کاملتون. آقای حمزه زاده، مایک برای شما آزاده. سلام مجدد. من میخواستم یه نظری داشتم، میخواستم اینو عنوان کنم که ما میتونیم همونطوری که اعدام ها رو یا این خبره بد رو انتشار میدیم، همونطور که این دوست عزیزمون گفتم، وقتی که یه جایی بخشی صورت میگیره، یه کسی مثلا از اون حقش مثلا میبخشه، قصاص رو انجام نمیده، ما میتونیم اونا رو هم بیشتر انتشار بدیم، نشون بدیم، حالا چه تو اینترنت، چه دهن به دهن به هم دیگه. به نظر من صحنه خیلی زیباییه وقتی که یک نفر میاد بخشش انجام میده و اون لحظه هر کسی که باشه واقعا تحت تاثیر قرار میگیره، و من مطمئنم که خیلی راه خوبیه و انتشار دادن اینجور صحنه ها یکی از راه های جلوگیری از این مورد است. ممنونم. مرسی از شما. من میخواستم پیشنهاد کنم به کمیته دفاع از حقوق اقوام ملل ایرانی، حتما چون شما دارید آمار اعدام هم در میارید، یک اطلاعیه در رابطه با بخشش هم در میارید. یعنی الان همین برای خرداد ما که 42 تاست، حالا اینا انجام بدیم، بعد 3 ماه دیگه برای این فاصله 3 ماه چون آمار دارید این بخشش ها رو آمار بدید. بسیار کار قشنگه. مرسی از شما جناب زاده. ممنونم. حتما انجام خواهد شد. ممنون از شما.
خب خیلی عالی بود دوستان، واقعا یعنی آشفای بعض وقت خوب حرف میزنن، میگن که وقتی رشد آدم میبینه تو این دوستان که اینقدر تأثیر میذاره این جلسات، چقدر تأثیر داره در روان انسان که انسان رو به راه جلو و راه مثبتی میکشونه. اینکه آدم وقتی واقعا یک شخصی، حتی آدم برادر خودش، پدر خودش، مادر خودش به دست کسی به قتل میرسه و ما بتونیم اون حس بخشش رو داشته باشیم، خیلی خیلی برای خود ما احساس آرامشی داره تا اون که بخوایم حس انتقام رو داشته باشیم. وقتی شما حس انتقام در درونتون داشته باشید و بعد اون شخص اعدام بشه، حالا ما نمیدونیم، حقیقتا نمیدونیم، ممکنه اون شخص در اون لحظه یک جنون آنی بهش وارد شده باشه، ممکنه اون لحظه اصلا این شخص اصلا قاتل نباشه، یعنی شخص اشتباهی گرفته شده باشه، هر اتفاق ممکن اینجا افتاده باشه و بعد این شخص اعدام بشه و همیشه در وجدان خود انسان همیشه این موضوع هست که من باعث مرگ شخص دیگری شدم. این یک طرف قضیه است و از طرف اگر که بعد از حالا چندین و چند سال متوجه بشید که ای وای که این شخص رو اشتباه اعدام کردند، دیگه راهی واقعا بر برگشتش وجود نداره، اونطوری دیگه خیلی بیشتر از این آدم سرد میشه و از زندگی سیر میشه واقعا. ممنونم از شما جناب آشفایی، ممنونم، در خدمتون هستیم. من تشکر میکنم از مجریان این برنامه، کسایی که این برنامه رو گذاشتن، تشکر، خسته نباشید میگم به دوستانی که این آمار رو در آوردن و خسته نباشید بهتون میگم. اگه سوالی نیست منم خدافظی کنم و دیگه بایزد. ممنون از شما جناب آقای شفایی که امروز ما قبول زحمت کردید و در جلسه ما حضور داشتید و ممنونم از تک تک عزیزانی که امروز واقعا زحمت کشیدن در این جلسه حضور پیدا کردن، دست تک تک همه بچه های کانون دفاع از حقوق بشر. ببینید تا همه شما حضور نداشتید این اتفاقات نمی افتاد و کسی تا زمانی که ما آگاهی بتونیم به دیگران برسونیم واقعا باید تلاش کنیم. ما امروز در تاریخ 13 جولای 2022 مصادف با 23 تیر ماه 1401 شمسی جلسه‌ای داشتیم با عنوان اعدام در جمهوری اسلامی ایران که سخنران ویژه ما جناب آقای منوچهر شفایی بودند، پژوهشگر و فعال حقوق بشر. در این جلسه دوستانی که ما رو همراهی کردند، منشی جلسه ما خانم لیلا ابوطالبی بودند، ادمین های ما جناب آقای امین بلوردی بهمن و خانم نادیا مشرف، مسئولین ضبط صدا و تصویر آقای محمد رسول پورتندرست انجام دادند و آقای اسفندیار سنگری، همچنین از آقای پویا حسابی برای باز کردن اتاق جلسه زوم تشکر و قدردانی میکنیم. از همه دوستانی که امروز در جلسه همراه ما بودند تشکر و قدردانی میکنم. تا درود دیگر، بدرود.